بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز چهارشنبه 11 ماه ژانویه 2017 میلادی و برابر است با 22 دی ماه 1395. بله، سرما و زمستان است. چی گفت آقای اخوان سالس؟ زمستان است، سرها در گلیبان است، سلامت را پاسخ نخواهند داد. بله، و امروز برای دوستان نوشتم ساعت 1 بعد از ظهر شروع میکنم به چند دلیل. اگه برنامه دوشنبه رو دیده باشید در حین برنامه و مصاحبه با دوستان جوانی که از سپاه پاسداران بودند، یکی از دوستانی که روی فیسبوک جدیدن یا به قول خودشون تصادفاً با ما آشنا شده بود نوشته بودن که شما کمتر صحبت میکردی، میذاشتی اون دوستمون صحبت کنه. این هم فرصتی شد ما از ایشون دعوت کنیم، با ایشون آشنا بشیم و بخوایم که بیان امروز مهمون ما باشن. امروز مهمان ما هستن، خیلی ممنون، متشکرم. ایشون از فرانسه هستن، فکر کردم پاریس زندگی میکنن ولی گفتن که نه، یک ساعت و نیمی با پاریس فاصله دارن. و ببینیم این ماجرای بینندگان با تلویزیون های ایرانی. اولا سلام میکنم به ایشون، خوش آمد میگم. آقای سعید امیدی، درست میگم؟ بله بله، سعید امیدی هستم و منم متقابلا سلام عرض میکنم. خیلی ممنون. البته خیلی خوشحالم که همین امروز وقتی که ما ارتباط برقرار کردیم و داشتیم صدا و تصویر امتحان میکردیم، ایشون گفت ای لامپ من سوخت و تصویرم سیاه است. گفتم حالا ببینید، ما که هر روز میایم اینجا باید هر روز لامپمون ردیف باشه، لامپ زاپاس داشته باشیم و هزار و یک مشکل. البته ناگفته نماند، خود من امروز تصویرم روی فیسبوک اگر دوستان نگاه کنن ببینن که خیلی روشن شده. خدای نکرده فکر نکنید من مثل احمدی نژاد احساس میکنم منور شدم و نورانی شدم و اینها، چون میگن همه میتونن با خدا صحبت کنن، ولی اگر کسی گفت خدا با من صحبت میکنه یا صحبت کرده، شما از اون دور وایسید و مطمئن باشید که این مالی خولیا داره. و خیلی از پیامبران هم دوستان میدونید که داستانهای عجیبی درباره شون میگن و باور دارن که اونها یه مقداری از لحاظ مغزی و اینها اشکالاتی داشتن. حالا بعضیا این اشکالات رو اتفاقا به جای امتیاز میگیره. و بیشتر صحبت نکنم چون آقای امیدی ناراحت میشه. من میخوام از ایشون سوال کنم به عنوان یه بیننده تلویزیون ایرانی که اتفاقا ایشون میگه من تصادفاً برنامه شما رو دیدم. حالا بگیم شما بیننده تلویزیون مثلا کانال 1 پاریس هستین یا اون چیه فرانس 24، چجوریه که ما به خودمون حق میدیم وقتی بیننده تلویزیون ایرانی هستیم؟ شاید این احساس خودمونی که میشه به خودمون حق میدیم که به مجری برنامه، به تهیه کننده برنامه که وقت خودش رو گذاشته، پول خودش رو گذاشته، یه اتاقی رو آمده تمیز کرده، آب پاشیده، چای حاضر کرده، در رو باز کرده، به هر کسی گفته بفرمایی تو، چجوری هست که ما به خودمون اجازه میدیم میایم اونجا مهمان میشیم ولی به صاحب خانه میگیم که چه کار کن چه کار نکن؟ اینو آقای امیدی اگه برای من شما توضیح بده خیلی خوشحالم، چون ایشون هنرمندم هست. خیلی خوشحالترم چون ایشون هم فنی بوده، تکنیسن بوده، حتی توی کازرون و جهرم و فسا و شیراز بوده و یه جورایی کاکوی خودمونه. آقای امیدی من قول میدم یه 10 دقیقه ساکت باشم شما صحبت کنید. بفرمایید. اصلا این صحبت شما یه تناقضی است. در طی صحبتی که با هم دیگه داشتیم، از یک طرف در باغ سبزشون میدید، میگید که تلویزیون مردم، شما دعوت شدید هر چی دلتون میخواید بگید و به اصطلاح کارت سبز میدید، و از طرف دیگه سوال میکنید که چرا به خودت حق میدی یا اجازه میدی که یه همچین سوالی رو از من بکنی. عرض شود که توی این مورد به سلام مسائل زیادی هست، مسئله ذوق و سلیقه خواننده بیننده به سلام دخالت داره و
از اون گذشته خب خط فکری من شما نمیدونید، خب من به هر به اصطلاح کانالی سر نمیزنم، به اصطلاح برنامه‌های مخصوص خودم رو نگاه میکنم، اینا که به اصطلاح توی به اصطلاح زمینه که تحقیق دارم میکنم اینا هستم اینا، و گهگاهی هم از نظر به اصطلاح خبری به اصطلاح سرکی میکشم، ولی کار دائمی من نیستش اینا. عرض شود که اون چی که در رابطه با برنامه شما میخوام بگم، یک مقدار آشفتگی و به اصطلاح از هر دری سخنی فلان اینا به اصطلاح دیده میشه، که این به اصطلاح به نظر من یک کمی گرایش لیبرالی شما رو نشون میده. البته نگفته نمونه که شما حتما برنامه دارید، حتما با انگیزه های قوی به اصطلاح این کار دارید میکنید، زحمت هم میکشید و لطف میکنید، تماس هم میگیرید به اصطلاح برنامه تون رو غنی بکنید این صحبت ها، ولی دست آخر من که نگاه میکنم، الان یه مدتی بود داشتم برنامه های گذشته شما رو نگاه میکردم و میشنیدم اینا، یکی به اصطلاح اطلاعات زیادی از این ور اون ور داده میشه بدون که سرآخر آدم چیزی گیرش اومده باشه و بره، و میدونید تنها دانش کافی، دانش زیاد داشتن کافی نیست برای این که آدم بتونه در رابطه با مسائل مشخصی که امروزه به خصوص در رابطه با ایران هستش اینا بتونه به اصطلاح یک سیستم فکری خودش رو بتونه غنی‌تر بکنه با برنامه های شما. یه همچین تناقضی من دیدم، از این نظر گفتم آقا بذار طرف صحبت بکنه، به خصوص که داشت از انگیزه های سپاه در برخورد با تودای مردم داشت میگم. یه الان مسئله روزه، مسئله اینه که تو ایران جو داره حاد میشه، هر ساله این مردم میگن این رژیم اسلامی سال آخرشه، سال آخرشه، و الان داره به اصطلاح تناقضه داره شدید حاد میشه مسائل چیزی، و حتما سپاه خودش آماده کرده برای سرکوب مجدد مردم این صحبت ها. حالا یه آدمی که از سپاه اومده، حالا گذشته چی بوده کاری نداریم، داره یه اطلاعاتی میخواد بده به صرف این که وهم و توهم و نمیدونم این صحبت و اینا هستش، اینا ندیده گرفتن و از کنارش گذاشتن، به نظر من یک کمی نمیخوام بگم بیمسئولیتی، بستگی داره به کیفیت برنامه های شما به اصطلاح، به که به اصطلاح چه هدفی رو دنبال میکنید از این برنامه. اگه تلویزیون مردمه و صحبت های مردم هم گوش کرد. بسیار ممنونم. پس اگه اینجوری باشه، اون جوک شیرینی ناپلئونی پیش میاد که اگه شیرینی ناپلئونی پس ناپلئون کو. والا من این جوک نمیدونم. بله ممنونم از شما. ببینید شما خیلی قشنگ گفتید، من فکر کنم دلیلش عدم آشنایی شما با برنامه های من بوده، ولی خیلی خوشحالم با همه اینها شما خودتون چه میخواستید چه نمیخواستید الان اذعان کردید که برنامه های من لیبرال و از هر دری هم سخنی میگم، و آخرش هم شما متوجه نمیشید که چی میخواستیم بگیم. حقیقتش مثل آدامسه، هر چی میخوری سیرت نمیشه، ولی یه حسنی داره که باعث میشه وزن بدنت بیاد پایین. ضمناً شما میگید که در ایران داره هات میشه. چند سال از ایران شما دور هستید؟ من بعد از سرکوبای 60 من ایران ترک کردم، اومدم سال 82، ابتدای سال 83 1983 توی فرانسه بودم. خیلی جالبه، خود منم 5 سال بعد از انقلاب ایران موندم، به قول معروف زورم رو زدم که بابا اینجا وطنمونه، بالاخره اینجا زندگی کنیم، اینجا خونه خودمون رو داریم، اگه خونمون هم از دست بدیم میریم خونه بابامون زندگی میکنیم. ولی با همه اینا نتونستم، سال 84 آمدم بیرون. یعنی از لحاظ سالهایی که من و شما بیرون از ایران بودیم تقریبا میشه گفت نزدیک هست. در این مدت چند بار به نظر اون اومد که داره اوضاع هات میشه؟ چند بار به همون گفتن که سال دیگه میریم ایران؟ چند بار تلویزیونه، حالا شما میگید خیلی نگاه نمی کنن، چند بار گفتن 6 ماه دیگه؟ چند بار افرادی آمدن از جمله آقای رضا پهلوی توی برنامه آقای
که این دوست همشهری شیرازیمون هم هست، میز گردی با شما داشت، آقای بهالو آمدن گفتن خبرهای هست تا دو سه ماه دیگه، اینو سال 2001 گفتن. بعد شما یادتون باشه، شما میگید که من برای خواسته خودم، سلیقه خودم میرم مثلا نمایش های، مثلا میگم نمایش های باله و اپرا و اینا میبینم. حالا شما رد شدی آمدی اینجا، یه دفعه ما نوشتیم مثلا اینجا سربی در غربت، شما گفتید برم ببینم چیه، آمدی داخل، حالا هنوز بدونی که منو بشناسی، بدونی که برنامه های منو آشنا باشی، به خودت اجازه میدی که نظر بدی، اونم نظر یه جوری با شکایت و با طلبکاری. من دنبال این میگردم، چه چیزی هست که به ما این اجازه رو میده؟ اون حالت خودمونی ما تلویزیون ها هست که بیننده به اصطلاح خودش رو مجاز میدونه و میاد تو این نمایش، حالا وقتی اومده تو این نمایش مثلا به این مرده که صداش کلفته میگه آقا تو حرف نزن، من دوست دارم اون خانومه که هنرمنده بخونه. اینجا دوستان بیننده مخصوصا بنویسید دوستان، بعدن که برای آقای امیدی هم بفرستن، حقو به من میدن که آقا این برنامه مال من بوده، من مجریش بودم، این آقا قرار بوده چهارشنبه بیاد، یک ساعت براش وقت گذاشتم نیومده، اینترنتش اشکال داشته، سازمان اطلاعات ترکیه دنبالش بوده، حالا اومده، نه پولی ازش گرفتم نه چیزی، دارم کمکش میکنم تا پرونده پناهجوییش هم مورد قبول دادگاه چیز قرار بگیره. آیا حالا با همه این کارا که من میکنم، من باید بشینم اینجا تازه از یه دوستی که خودش میگه من تصادفاً اولین بار اومدم برنامه شما رو میبینم، این انتقاد رو گوش کنم که آقا تو ساکت باش بذار من اون حرف بزنه؟ زمین چون به شما گفتم من در باغ سبز نشون ندادم، اینجا واقعا باغ سبزه، چون به شما گفتم هرچه میخواهد دل تنگت بگو بگو، ولی یادت باشه من و شما سر یه موضوع مشخصی با هم آشنا شدیم، سر یه موضوع مشخصی از شما دعوت کردم بیایم صحبت کنیم، ولی هرچه میخواهد دل تنگت بگو. بازم بذارید من از ایشون تشکر کنم، ایشون دیروز برای من نوشت که آقا شما منو دعوت میکنی میخوای میکروفون رو بدی دست من؟ گفتم بله. گفت خب هرچی دلم خواست میگم. گفتم بگو. بیننده ها هستن که قضاوت میکنن. به نظر خودتون هیچ مجری تلویزیون ایرانی جرأت و شهامت اینو داره که یه نفری رو که پریروز باهاش یه جوری با دعوا آشنا شده امروز میکروفون رو 100% بده دستش، برنامه زنده روی فیسبوک روی تلویزیون مردم و بگه هر چه میخواهد دل تنگت بگو؟ بفرمایید. پاسخ بدم؟ بله دیگه، بله. عرض شود که این بستگی به اصطلاح بسیاری چیزا داره، یعنی یکی اولا شخصیت خود آدما و انگیزه هاشون در کسب داده ها اطلاعات اینا. من در یه شرایطی دیگه نیستم که بشینم دو از الف تا با نمیدونم چه برم مسائل تقریم، یه سری داده ها اطلاعات وسیع چیز هست، یه سری داده های مشخص، داده های که از پراتیک و عمل و این صحبت ها میاد. اون چی که الان ملکه ذهن من هست در رابطه با مسائل ایران، دارم تعقیب میکنم یه سری چیزهایی که به اصطلاح در عمل وقوع میپیونده و یک پیامدهایی داره اینا، به اصطلاح انعکاسی داره اینا. حالا شما این مسئله رو میذارید کنار، یعنی اون موضوع اصلی که در رابطه با ضرورت اجتماع و اسم شما هم تلویزیون مردمه، این صحبت رو که بخواید چیز بکنید به اون ضرورت های اجتماع میخواید مسائل مردم میخواید بپردازید، حالا اینو گذاشتید کنار، میاید به نحوه صحبت من که چرا مثلا من احتمالا رعایت ادب رو نکردم، رعایت نمیدونم احترام رو نکردم و با زبان به اصطلاح خیلی روک، البته من چیز خاصی میتونید همون جمله منو بنویسید، من فقط ایرادم این بود که آقا جان به جای این خاطره ای که شما میخواید از 20 سال 30 سال پیش خودتون بخواید صحبت بکنید، به جای این وقت رو میدادی به اون آقا که اون لب مطلبش رو بگه که ما رو توی
چیز گذاشتید، محکومیت گذاشتید و کات کردید طرف صحبت بابا رو و من واقعا شیفته این بودم که بفهمم تاکتیکای سپاه پاسداران تو این بسیج و آمادگی هایی که داره میکنه برای سرکوب مردم چه مسیرها و چه تاکتیکا چه روشه که مردم آگاه بشن بتونن برخورد بکنن. این مسئله مهمه تا این که مثلا من نحوه صحبتم با شما مثلا چجوری بوده بابا ای والا من معذرت میخوام. خوبه شما منو ببخشید، شما بزرگوارید، اینو میخواید من کوچیک شما هستم اینو میخواید من اعتراف میکنم. نه اصلا اینجوری نیست، امضا میکنم براتون میفرستم. نه اصلا اینجوری نیست. ببینید خود شما الان تا یه انتقال ازتون کردن چجوری جبهه گرفتید و نه جبهه نگرفتم، جبهه نگرفتم. من همون آدم حتی نمیذارید من صحبت کنم، خیلی شوخی هم هستم. بله خیلی هم خوب، حتی نمیذارید من صحبت کنم. من انتظار داشتم شما یه قلم کاغذ بیارید و وقتی من اینا رو میگم اولا بنویسید یکی یکی پاسخ بدید که اب نداره، امیدوارم یه بار دیگه. ولی بذارید براتون یه تکنیکی رو توی کار تلویزیون براتون بگم. تلویزیون اروپا رو نمیدونم چون خیلی اونجا زندگی نکردم، ولی تلویزیون آمریکا اینجوریه، یه خبری رو نشون میده، میگه امروز دو تا هواپیما خوردن به هم. شما اصلا چای خوردن تو ول میکنی، وای میسی نگاه تلویزیون میکنی که این دنبالشو بگه، بعد میگه حالا بریم تبلیغ ببینیم برگردیم. وقتی برمیگرده شما میگه اون دو تا هواپیما چی شدن، میبینی راجع به برقراری جشن نمیدونم انتخابات اینجا صحبت میکنه فلان اینا، باز آخرش میگه که وقتی برگردیم راجع به اون هواپیما صحبت میکنیم. یعنی نمیخوام بگم شما رو سر کار میذارن، شما رو مشتاق میکنن که برنامه هاشون رو دنبال کنی. برنامه های رادیویی سن من و شما میخوره به اون موقع جانی داره، میخوره به اون داستان های شب. یادتونه نوع شب تمام میمدن مینشستن کنار رادیو، وقتی میرسید به اون جای حساسش میگو خب دوستان عزیز فردا شب با شما خواهیم بود. این تکنیک تلویزیون و رادیو هست توی اروپا، توی فرانسه مخصوصا نمیدونم آیا از شما برای تلویزیون مثل آلمان پول میگیرن یا چون تبلیغ میکنن شما پولی نمیدید و مجانی تلویزیون تماشا میکنید. جناب سوربی عرض شود حضور مبارکتون که شما توی زمینه ای دارید صحبت میکنید که به مسائل تجاری و رابطه با کار تلویزیون و این صحبت ها مربوط میشه که مشغله فکری من نیست و از اون گذشته من مجری برنامه نیستم که به هر طریقی این زمانو پر کنم و سر نمیدونم بیننده یا شنونده رو مثلا گرم بکنم با یه سری مطالبی که از هر دری و فلان اینا. عرض شود من عرض کردم خدمتتون که مسئله من مربوط به مسائل مشکلات مردم ایرانه. خب من در همین مسئله حادی که ببینید در رابطه با فوت رفسنجانی به وجود اومده. آقای امیدی من از شما همین سوال امروز کردم، یعنی من میگم اگر اون روز فرصت ندادم که اون جوان صحبت کنه، امروز این فرصت رو من و شما داریم. یک ساعت من زودتر برنامه رو شروع کردم که با شما صحبت کنم. بعد از شما میپرسم شما که میگید الان شرایط حاد شده چون این آقای رفسنجانی مرده و ممکنه انتخابی به اصطلاح اتفاقی بیفته، من از شما سوال میکنم در طی این 30 چند سالی که در ایران نیستید چند بار این اتفاقا افتاده، چند بار بهمون گفتن ولی شما پاسخ ندادید. اینقدر این ور اون ور هست، پاسخ دارم میگم. بفرم عرض شود که بافت اقتصادی اجتماعی ایران در زمان شاه مسیری رو پیش گرفت که از اقتصاد ملی خودش رو دور کرد، یک نوع اقتصاد سرمایه‌داری وابسته به غرب به وجود آورد. این اقتصاد سرمایه‌داری وابسته افتاد دست یه جریانی که ماهیتش با نظام سرمایه‌داری جهانی نمیخونه، سعی میکنه که به اصطلاح استفاده بکنه از اون امکاناتی که قوانین جهانی شدن سرمایه میذاره اینا، ولی ماهیتش ماهیت
توفیلیگری و باندبازی و مافیاییه. حالا اینا یعنی توی جریان تکامل جامعه ایران یه انحرافی از بعد از کودتای 1332 و سقوط دکتر مصدق، یک انحرافی تو بافت اقتصادی اجتماعی ایران ایجاد شد. یه رشد کاذبی داشت در 15 سال از بین کودتا تا سال 1357 که با بحران اینا مواجه شده، جریان اوپک اینا واردش نمیشم. اینا یه انحراف ایجاد شد و روی این انحراف یک نظام سیاسی مذهبی جدید سوار شد که کاملا سعی کرد اون یک مقدار صنعت وابسته یا منتجی هم که تو ایران به وجود اومده بود، کارخونه ارج یا نمیدونم فلان بسار اینا، اونا هم کاملا به خاک سیانشون، فقط رابطه تجاری بازار و مز خرید و فروش و جنس و سنت و مثلا نفت و مثلا بفروشن و مثلا اقتصادی تکپایه، مثلا شکل کلاسیک نوع استعماری که اصلا بعد از جنگ جهانی دوم اینا بود به وجود بیاره اینا. خب این با ماهیت مردم، با امکان مثلا قوانین تکاملی خود جامعه ایران نمیخونه. خاناخا بحران بعد از بحران به وجود میاد و جامعه ما نشون داد که هر نسلی شروع کرد به جلو اومدن و مخالفت کردن، اینا چاره جز سرکوب نده. هدفشون هم همین بود، برای اینکه جیبای خودشونو پر بکنن مردم رو باید سرکوب بکنن. پس انتظار این که اتفاق بیفته، این انتظار از همون سال 60 شروع شد. مخالفت سازمان سیاسی رو که زدن و به اصطلاح داغون کردن، برنامه‌شون همین بود که به اصطلاح مخالفی رو به اصطلاح تارومار بکنن و نگذارن. خود همین رفسنجانی من یادم همون موقع هنوزم نمیشناختمش، اولین باری که من تو قیافه نحسش توی تلویزیون دیدم گفتش که میشنوی میده میگن اینا کی میدن کی میدن نمیدن، ما که مهمون نیستیم که امشب اومده باشیم فردا داریم، ما خود صاحب خونه ایم، هرکی نمیخواد بیاد پاسپورتش رو بگیره بره. اینا رو راست گفت. خب این استراتژی رو داره نشون میده، داره نشون میده برنامه چیه. از اون گذشته همون تو اون بهبهه روزهای انقلاب اینا که مردم تظاهرات فلان، یه سری فیلمای به اصطلاح اینا تهیه کرده بودن از تظاهرات مردم اینا، توی سکانس آخر این فیلم که نشون میدادن که هلیکوپتر از بالا داره مردم میزنه و این سکانس ثابت نگرش میداشت و قطع میکرد به اصطلاح فیلمو، یعنی پیام از طریق تصویر داره میرسود که پاشید ما دیگه شانیستیم که نمیدونم رو در رو وانیستیم، ما میزنیم جلوی ما نباید وایسیم. خب این پیام ما گرفتیم، گفتیم جونو باید در بود، ولی مردم که تو داخل هستن که گوشی دستشون نبود. با همون موقع ها ما مردم که تو خیابون صحبت میکردیم میگفتیم اینا به خاک سیاتون مینشونن اینا، مردم میگفتن، سادلوها میگفتن ما خودمون اینا رو آوردیم رو کار، شما ها داری شلوغ میکنید اینا، ما خودمون اینا رو آوردیم رو کار، خودمون هم میدونیم چجوری بکشنیمشون پایین. خب نتیجه اون شد که اینا سپاهشون رو درست کردن، نیروهای سرکوبشون رو درست کردن، سازمان امنیتشون رو درست کردن، قتل و عامار شروع کردن فلان و بسار، اینا جنگ رو انداختن. این صحبت ها روز به روز قویتر و قویتر و مردم ضعیفتری ضعیفتر اینا کردن تا به اینجا رسیده که الان جامعه به صلاح دو قطبی شده در تضاد و ماست و وحشتناک. وقتی میشنوی 13 میلیون نفر تو زیر فقر دارن زندگی میکنن تو ایران، بی سابقه است همچین چیزی که دلار شده نمیدونم 5000 تومن مثلا نمیدونم تو ایران. الان شنیدم داره سرمایه رو خیلی ها دارن فهمیدن اول پسی دارن گر و گر دارن، دلار اگر گرون شده به خاطری که سرمایه رو دارن میبرن بیرون، مدت ها سران این کار میکنن، این ورون و سرمایه گذاری دارن میکنن اینا. خب این یه درگیری هستش که پیشبینی میشد که درگیری پیش میاد، به خاطری که این رژیم ضد ایرانی هست، ضد هدفش این نبوده که به مسائل مردم بپردازه، برعکس از
فرصت طلبانه از امکاناتی که تو ایران بوده اینا استفاده کرد که خودشون کیسه‌هاشون رو پر بکنن و ایران رو به خاک سیاه بنشونن و بعدش هم بگن اینا آدمای معمولی نیستن، اینا که یه مش دوست و قاتل و نمیدونم اینا هستن. حرف من اینه و رو حرف من وای نیستم، به خاطر که تحلیل دارم که این نظام در تناقض با رشد و تکامل جامعه ایران، به خاطر که زد و بندش بیشتر با خارج با اونا چیز به حساب، چرا چندین سال رو مسئله اتمی دارن، چه تو که اولین شرطش اینه که مذاکرات مخفی بمونه، چرا مخفی میکنن از مردم؟ چرا صداش در نگیرید بسید بکنید؟ چرا صبح کتابی دارید؟ چرا همین رفسنجانی دارن سرش زیر آب کردن؟ به خاطری که شروع کرد به افشا کردن و رو کردن و اینا، جنگ گرگا شروع شده بود و اینا فهمیده بودن. انتخابات ریاست جمهوری ایران تا چند ماهی دیگه شروع میشه، اینا میبایستی بزنن، خودشون دارن آماده جنگ میکنن، آمریکا هم داره خودش آماده جنگ میکنه. اخبار بخونید، دقت بکنید، تو خلیج فارس آمریکا شروع کرده، کشتی آمریکایی تیراندازی کردن به قایقای تندروی سپاه پاسداره که جلوتر نه، یه قبلا این کارو نمی‌کردن، الان شروع کردن. ترامپ هم که گفته، شنیدم توی پاکستان هم دارن چیز میکنن، زیر فشار گذاشتن پاکستانی که پایگاه بده همین بغل گوش ایران. آقای امیدی، بله، یادتون هست شما گفتید من میام ولی حرفمو قطع نکنید، من به شما گفتم نه، من وقت رو به خودتون میدم، 5 دقیقه شما صحبت کنید، 3 دقیقه من، درسته؟ بله بفرمایید. الان شما بعدن این فیلم رو نگاه کنید، زمان بگیرید و ببینید پاسخ یه سوال ساده که من از شما کردم، در این 31 سالی که شما از ایران بیرون هستید یا 30 سالی که بیرون هستید، چند بار به اصطلاح این اتفاقا افتاده و چند بار فکر میکردیم اتفاقی میفته، چند بار بهمون قول دادن، و یه سوال دیگه الان شما جواب ندادید، فقط من خودم از توی صحبتای شما این به اصطلاح برداشت کردم که بله، از سال 1360 به اصطلاح جامعه فهمیده و اینا. ضمناً رفسنجانی اونه که شما میگید کاملا حق با شماست و گفته که ما اینجا مهمون نیستیم، ثابت خونه هستیم، ولی شما قسمت دومش رو چسبوندید به صحبتهای شاه که گفت هر کی نمیخواد بیاد پاسپورت بگیره بره. من فکر نمیکنم این آخوندا اینقدر احمق باشن که همچین حرفی زده باشن. این یک. دوم، شما میگید که دلار گرون شده برای که شرایط ایران اینجوره و سرمایه‌دارا دارن میرن. اولا هنوز 5000 تومان نشده، 4000 خورده. دوما در رابطه با همین یورو خودتون قیمت دلار رو نگاه کنید، من پارسال که اونجا بودم 1.37 دلار میدادم 1 یورو میگرفتم، امروز 1 دلار اگه بدم 1 یورو و 1 خورده میگیرم. بعد ببینید که به خاطر همین ترامپ و صحبتاش تمام دنیا دلار که گرون شده، حتی کارخونه‌های مثل تویوتا و اینها هم ضرر کردن. ولی خیلی خوشحالم که این برنامه رو من تقدیم کنم به شما که خودتون حالا برید نگاه کنید، باز ممکنه دوستان ندونن. من با آقای امیدی گفتم، گفت خب موضوع برنامه چیه؟ گفتم فردا شما سوربی هستی صاحب برنامه و من مهمونش. میخنده آقای امیدی، چون میدونه اینا رو یکی یکی بهش گفتم و میدونه که امروز دارم این مدرکا رو رو میکنم که دوست عزیز، برنامه گذاشتم، مجری بودم به این سادگی نیست. اونی که شما میگی من درک میکنم، بله من پدرم فوت شده، حالا راه افتادم توی خیابون و چون ناراحت هستم میرم یه جایی، ولی من حق ندارم به اون طرف بگم چون پدر من فوت شده تو بیا مثلا آواز غمگین بخون. من باید ببینم اونا برنامهشون چیه، برم اونجا یا نرم. اگه شما برنامه جمعه منو نگاه کنید، من توی برنامه جمعه به مردم گفتم که یک آقای جوونی پاسداری میاد صحبت میکنه و باز بینندهای من میدونن که لوال به اصطلاح روال برنامه من یا لم برنامه من چی است. از اینکه مهمان برنامه ما بودید ممنون و متشکرم. باز هم هر وقت دوست داشتید
بیاین و خیلی خوشحالم که شما به لیبرال بودن این تلویزیون، به آزاد بودن این تلویزیون، حتی یه جورای از اسم تلویزیونم خوشتون میاد و امیدوارم شما رو بیشتر داشته باشیم. اگر صحبتی هست بفرمایید، من باز ساکت میشم، میکروفون رو در اختیارتون میذارم. دوستان عزیز، با آقای سعید امیدی هستیم از فرانسه، ایشون روی فیسبوک میتونید باشون تماس بگیرید. و اگر شما دوستان هم همینجوری که میبینید من اینجا می‌نویسم، اگر مایل هستید مهمان برنامه‌های ما باشید. آقای سعیدی، آقای امیدی بفرمایید، چون جمعه آینده با آقای سعیدی هستم. خیلی ممنونم، نه صحبتم رو کردم و به اصطلاح خیلی ممنون از شما که به اصطلاح این فرصت به من دادید که به اصطلاح حضور داشته باشم و شرکت بکنم. ممنونم. محبت دارید و براتون آرزوی موفقیت. بسیار ممنون، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. این بار اگر بیام فرانسه دور بر اون برج ایفل و اینا نمیچرخم، تماس میگیرم با شما، میام با شما حتما. بریم یک نوشابه بخوریم. خیلی ممنون. حتما لطف بکنید. مرسی که با ما بودید. خدا نگهدار. خب دوستان عزیز، با آقای سعید امیدی بودیم از فرانسه و میبینید نظرها مختلف. ضمناً برگردیم به ایران و خبرهای ایران. شما میدونید الان تو ایران اون ماجرای اینا رو با اتوبوس میارن و چلو کباب میدن و ساندویچ میدن و اینها انقدر گفتیم که دیگه برامون معمولی شد. ولی نوشته 2 میلیون تا 3 میلیون رفتن تشییع جنازه. آقای شهرام همایون، آقای آریان وطنخواه، آقای شمیرانی، شماها که میخواین برید ایران با اینا میخواین چیکار کنید؟ ما میگیم اینا، شما درست میگید، همشون حقوق بگیر یا جیرخار به اصطلاح چیز هستن، رژیم جمهوری اسلامی. ولی شما برنامه‌تون چیه برای اینا وقتی میخواین برین؟ اجازه بدید من ببینم این چی نوشه. کنسل میخوام، کجا گفتم اند کنه؟ continue finish broadcast pause. این فیسبوک خودش استاپ کرده بود برای که پیام میاد. روی سیستم جدید گذاشتیم، این سیستم جدیده اون چتش روشنه و پیام میاد. در اصل دوستان اینجوریه که ما هممون دوست داریم اون چیزی رو که میخوام بشنویم بهمون بگن و میریم توی جلسه ای، انتظار داریم اون طرف ما رو تایید کنه، نظرش با نظر ما یکی باشه. و عادت نکردیم بریم یه جایی که نظر مختلف رو بشنویم. بلکه درباره این دکتر طهماسبی، نمیدونم حالش خیلی بد بود، امیدوارم زنده باشه و عمر طولانی داشته باشه، خیلی چیزا یاد من داد. گفت که این که میگن دیگران رو تحمل کنیم، اصلا این بی خود تحمل کنیم یعنی چی؟ ما باید دیگران رو تحمل کنیم، بذاریم حرفشو بزنه، این قسمت تحملش، بعد تحمل کنیم درباره اون چیزی که گفته فکر کنیم. یه نفر، فکر کنم خانم دکتر جیلانی هم اینجاست، اینو میگم، یه نفر دیروز به من تماس گرفته میگه آقای سوربی، شما که میگی رفسنجانی مرده، نمیدونم کشتنش، مگه شما اونجا بودی؟ میگم من گفتم. میگه آره تو فیسبوکتون نوشته. میگم من نوشتم؟ میگه آره زیر برنامه‌تون نوشته. میگم فیسبوک نزدیکتونه؟ میگه بله. میگم بخون ببین چی نوشته، کی نوشته. میگه خانم جیلانی نوشته. میگم عزیز من، من که اون روز تو خود برنامه هم گفتم، گفتم آقا پدر من که تو آمریکا بود با این همه وسایل و امکانات پزشکی 67 سالگی به دلیل سکته قلبی فوت شد. این آقا تو ایران، بله اینا بهترین سیستم رو دارن، ولی سکته قلبی و اینا دیگه قریب خودی حالیش نیست. خانم دکتر جیلانی اینو نوشته عزیز من، نه من. و ما اینقدر بی‌توجه هستیم. حالا شما روی فیسبوک بنویس، اتفاقا یه چند نفر نوشته بودن، نه در رابطه با خانم جیلانی، شاید در رابطه با دیگران که نوشته بودن رفسنجانی رو کشتن، طرف نوشته بود آقا شما از کجا میدونی؟ شما اونجا بودی؟ حتی توضیح میدی قرص بهش دادن، سیانور زیر دهنش گذاشتن، فلان اینا. ما دوست داریم هر چیزی رو به صورت دسیسه شکل بهش بدیم، بسازیم. و الا یه آدمی که تا
تو عمرش، حالا این خامنه ای ورزشکار بوده، کونوردی میکنه، حتی میدونی اونجایی که میره میشینه اون سنگ رو نمیدونم تبرک میکنن و فلان و اینها، ولی این رفسنجانی مثل گاو میخورده و میخوابیده. خب 82 سال والا سنش برای اروپاییام خوب، کسی که تو کرمون و رفسنجان و اینجا تو اون گرما، تو اون وسایل نبود، امکانات دنیا اومده، خوب عمر کرده. انتظار داشتید چند سال عمر کنه؟ انتظار داشتید 120 سال عمر کنه؟ تازه بازم وقتی مرد بعد بگید ببین این خامنه ای 122 سالشه هنوزم زنده است، پس این اونو کشته. آقا خانم اینا همشون با هم هم. چیزی که هست مثل شما وقتی یه خوراک میخوای بدی به یه بچه ای، ممکنه اگه دوست نداشته باشه ظرفشو عوض میکنی، کاسه مثلا قرمز که میشه این میخوره. اینا این کارو میکنن. مثل انتخابات آمریکا میگه اوکی شما هیلری رو نمیخواین بفرمایید ترامپ. دیشب یه نفر داشت صحبت میکرد گفت که آقا من حالا تازه فهمیدم، رفتم با اینایی که به ترامپ رای میدن میگم آقا تو که دو نوبت به اوباما آدمی به این لیبرالی رای دادی، حالا چجوری به ترامپ رای دادی؟ گفته که من دنبال چنجم، دنبال عوض شدنم، دنبال تغییراتم. دو نوبت اوباما آمد گفت من تغییرات ایجاد میکنم، به اون رای دادم. حالا ترامپ اومده میگه من تغییرات ایجاد میکنم، به این رای دادم. ببینید چجوری مردم رو میتونن فریب بدن. مردمی که در کشورهای جهان اول زندگی میکنن، نه مردمی که در کشورهای عقب مانده یا عقب نگاه داشته شده مثل ایران زندگی میکنن. اون وقت من و شما چون پامون رسیده به اروپا، چون پامون رسیده به آمریکا، میخواییم بگیم که نه خیر، باید آخوند نمیدونم قوم رفته و مشهد رفته اون باید دموکرات ترین آدم باشه. آقا من به شما نشون میدم این آقای عطابکی دوست عزیز ما قبل از انقلاب اینجا تو آمریکا درس خونده، رشته هتلداری خونده، بعدم بلند شده رفته ایران تو یکی از اون هتلای شرایتون و اینا که بعدا شد کوروش اسمش، اونجا بوده، بعدم که انقلاب میشه برمیگرده میاد اینجا. این آقا حالا یا به شوخی یا به جدی اینجا گرفته بود که من میخوام رئیس جمهور بشم. بعد یه روز میمد کباب بازار بهش گفت آقا تو که میخوای رئیس جمهور بشی، خب نخست وزیرت کیه، کابینت کیه؟ گفت آقا اون موقع من مینویسم مثلا دنبال نخست وزیر میگردیم، مردم بیان اپلیکیشن بیارن بدن، مثل اینجا که من مثلا مینویسم ما دنبال اتفاقا این فنس نیبرهود ما شکسته، یه ماشین اومده زده بهش و اینجا اون هومونر اسوسییشن گفتن که بگردیم دنبال یه کسی که بیاد اینو تعمیر کنه. خب خیلی ساده است، میریم توی چیز روی اینترنت می‌نویسیم که ما دنبال یک کانترکتور می‌گردیم، کانترکتور فکر کنم تو ایران مقاطعه کار میشه، که بیاد اینو درست کنه. بعد 5 نفر میان ازشون استیمیت می‌گیریم، استیمیت تو ایران یادم نیست چی می‌گفتیم، بعد اینا رو نگاه میکنیم، ریویوهاشونو میخونیم ببینیم مشتریهاشون چیه، میریم اونجا. حالا نخست وزیر رو آقای کامران عطابکی میگه من میخواستم اینجوری انتخاب کنم، کابینهشو میخواسته اینجوری انتخاب کنه. مثلا ببینید چقدر خنددار میشه که توی روزنامه شما بخونید که آگهی استخدام به دنبال وزیر معادن میگردیم هر کی میخواد بیاد. پیش گفتم نه عزیز من اینجوری نیست، شما هم که فردا بری سر کار وقتی که دنبال این بگردی که یه کسی رو بذاری مسئول تلویزیون، بعد میگی که این داور سالها اینجا اقلا دوربین دستش بوده تلویزیون بوده، پس داور بشه رئیس تلویزیون، نمیدونم فلانی بشه رئیس فلان، همش دوستا و آشناهات میاری. به چند دلیل، یکی اینکه میشناسیشون، یکی اینکه اونا میدونی که تحت کنترلت خواهند بود. این شاه سعی میکرد دوستا و اونایی که به اصطلاح تملقش رو میگفتن بذاره سر کار که یه وقت اینا وحشی نشن، اسبشون چی میگفتن فیلشون یاد هندوستان نکنه یا یابو برشون نداره بیان اون قدرت رو از این بگیرن و بندازنش پایین. امروز ما ساعت 3 با آقای یزدان خداوندلو هستیم. ایشون معمولاً یک روز قبل، نیم روز قبل ایمیل میفرستن، فیسبوک میفرستن، چیزی رو که میخوان درباره‌اش صحبت کنن میگن، مثل که
مشغول هستن، حتی امروز صبح که من آمدم دیدم نیست، براشون نوشتم که من تا کنون چیزی دریافت نکردم و ایشون نوشت که تا یکی دو ساعت دیگه ارسال میکنم، هنوز چیزی نفرستادن ایشون، منم نمیدونم در چه باره صحبت میکنن. ولی یادتون باشه این برنامه ها دوستان مال اینهاست، این برنامه مال آقای یزدان خداونده، اون برنامه مال آقای چمنارا، اون برنامه مال آقای دکتر افشارا، اون برنامه مال آقای ضیا مصطفی زاده است و آقای امیدی. اصلا شما ناراحت نباشید، آقای حسینی داریم دوستمون از ایران تماس میگیره، باید یه روز باش مصاحبه کنم ببینم این همه نالج و چیزای الکترونیکی و صنعتی و اینا رو از کجا داره. تا آقای مصطفی زاده برنامه گذاشت راجع به یهودیا، کلیمیا و اینها، به به و چهچه و آفرین، بعد گفت که آقا ایشون قبلا هم برنامه داشته، لینکشو برام بفرست. لینکاشو که فرستادم آقای مصطفی زاده، دلیلی که باید برنامه‌هاتون بایگانی بشه، ما مخصوصا تو این تلویزیون گفتیم حرفمون باد هوا نیست، حرفمون گاز شکم نیست که بره از بین و میمونه، ماندگار میشه، مثل صدای داوود که میگن کره زمین هنوز میشه بگردن پیداش کنن، و بایگانی این کار رو انجام میده. چگونه؟ وقتی من امروز با آقای امیدی مهمونم صحبت کردم، میبینه بابا دیروز سوربی نوشته 5 دقیقه شما صحبت کن، 3 دقیقه من. چقدر آدم با انصافیه، منی که مهمونشم به هم اینجوری احترام میذاره. من با مهمونای دیگم هم اینجوریم، بهشون میگم شما 3 دقیقه صحبت کنید ولی خودتون وقت نگه دارید، 2 دقیقه به من به عنوان کسی که شما رو دعوت کرده اینجا اجازه بدید درباره صحبتایی که میکنی من نظر بدم، سوال کنم. ولی ببینید مهمونا رو وقتی میان، من 10 بار از اینجا هی دارم داد میزنم، آقای مهمون، خانم مهمون، دستم به دامنت، یکم آهسته صحبت کن تا ما هم بپریم وسط. این بازیایی بود که توی پارک شهر و اینها بود، یه چیزی بود میچرخید، نمیدونم بهش چی میگفتن، نه اون چرخ فلک، نه یه چیزی بود اینجوری میچرخید، بچه‌ها چند تا مینشستن روش، چند تا اینو هول میدادن، همم هول میدادیم، نه اینکه اون لذت ببره، هول میدادیم که بلکه این دستش در بره بیاد بیفته بیرون. بذارید من این هی میشه اکتیویت، آقا نمیخوام اکتیویت کنم، ببینم عجب مکافاتی گرفتاری ما. بله خب در هر صورت، بعد بعضی وقتا وقتی از هل دادن اینا خسته می شدیم و می دیدیم آقا دیگه همه کار کشته هستن و نمی افتن بیرون، ما می خواستیم سوار بشیم، باید چی کار می کردیم؟ باید می دویدیم در جهت همون چرخش این هرچی که اسمش بود، بعد می پریدیم بالا. شما سوار ماشینی که در حرکته وقتی میخوای بشی، ما از بس پشت تاکسی بارا چسبیدیم بلد شدیم، باید بدویی، وقتی تقریبا سرعتت با اون یکی شد بپری بالا. اونایی که تازه وارد بودن وای میسادن، این ماشینه میمد، این دستشو میگرفت میپرید، تا میپرید ماشینه، اصلا قانون فیزیک بود دیگه، شما یه چیز ثابت یه چیز متحرک، این میزد به این مینداختش پایین، سر و صورت زخمی. بعد ما باید آموزش میدادیم که عزیز من دفعه دیگه باید بدوی با سرعت اون. البته راننده های تاکسی بار هم ماشاءالله واردتر میشدن هر روز، اونا هم میذاشتن، ما که سوار میشدیم خوشحال همچین ترمز میزد که صورتمون میخورد به این آهنا، یه دو روز صورتمون کج موبری بود. دوستانی که میان مهمون برنامه ما میشن، عین این که سوارمون چرخ شدن، حالا ما میچرخونیم ایشون، میخوایم یه جوری اینا بیافتن یقشون رو بگیریم. مثلا این دوستمون میگم خب شما چند سال خدمت کردید، درجتون چی بوده؟ همه چی رو گفت، آخرش میگم باز نگفتی درجه شما چی بوده. اولا شما وقتی میری، شما میگی من لیسانس داشتم، وقتی لیسانس میری تو سپاه مثل ارتشه که لیسانس که میومد ستوان میشد، دیپلم و فوق دیپلم که میمد سرباز میشد، بستگی به تعداد چیزاشون گروبان میشد. اینو برای ما بگو، کار من اینجا اینه آقای امیدی، نه اینکه چون الان ایران شلوغ شده منم اینجا بدون اینکه هیچ خبری داشته باشم بیام بگم بله بیاین بریم بگیریم. از خودتون سوال کنید، چند نفر از شماها همین فردا، همین فردا اگه خامنه ای هم مرد و اون آقا مشتباز کیه وارثش، گفت آقا من اصلا نمیخوام، اگه اینه آخرش مثل خمینی میمیرم و مثل اون میمیرم و مثل بابام میمیرم، من نمیخوام،
مثل رضا پهلوی هست الان، میگه اگه قرار من مثل بابا بزرگم در به در بشم، مثل بابام مریض باشم هیچ بیمارستانی رام نده، من نمیخوام شاه بشم، حقم دارم. اوکی؟ اگر اینا گفتن آقا ما ولایت فقیه ولش، آیا شماها حاضرید برید ایران، ایرانی که نمیدونید قرار مجاهدین بیان سر کار، قرار طرفداران پادشاهی بیان سر کار، پادشاهی چند نوعه؟ تازه دیروز من شنیدم که آقای شهرام همایون، البته یک خانمی زنگ زده بهش گفته آقا این برنامه را از آقای دکتر نصر احمدی دزدیدی، کش رفتی، اینا صحبتای اونه. میخوان اینا رو حالا که وقت داریم و زودتر شروع کردیم اینا رو براتون پلی کنم، یه سری پیام‌های دیگه از اونا رو براتون بذارم، تا بلکه همین بازاری که آقای امیدی به خوبی گفت، این برنامه از هر دری سخنی است، بارها گفتم برگردید، من از سال 2003 تا حالا تمام بایگانی موجوده، گفتم که اینجا مثل یه مهمونیه، شما تو اون مهمونی که میای یک دقیقه داریم راجع به قیمت دلار حرف میزنیم، یک دقیقه داریم راجع به ایران حرف میزنیم که چقدر خاک به سر شده، ظریف شده، فلان شده، دو دقیقه دیگه خودمون میگیم ولی حالا گور پدرشونم ها، ولی آقا اینا شدن ابرقدرت ها، آقا همون ماجرای آمریکا میبینی چرا شلیک میکنه؟ آمریکا از وحشت این آخوندا شب خوابش نمیبره، یعنی قشنگ بهش گفتن ما اگر تو اینجا بخوای شاخشونه بکشی، ما مثل اون لاتا هستیم که چاقو میزنیم به خودمون، میریم دادگاه شکایت میکنیم، میگیم تو زدی، میان یک کشتی اینجا غرق میکنیم، حالا تو اروا بابات بیا رد بشو برو از اینجا. حتی یه سری آقای تیمسار آریانپور اینا رو توضیح دادن، برین نگاه کنید، ایشون مهمون برنامه ما بوده، اومده اینا رو توضیح داده، یه سری نارنجک نه، یه سری مینهای آبی رو توی منطقه‌ای گذاشتن، میگه هر وقت دلش بخواد اینا رو میتونه را بندازه و نمیدونم را رو ببنده و نمیدونم یه چیز دو مایل مثل که اون تنگه اون روز درست یادم نیست. باز آقای شاهین ترکمان که متاسفانه صدای برنامهشون خوب نبود، البته من بهشون گفتم آقا چیزها رو خاموش کن، حالا بعضی وقتا به این دوستان میگم آقا خاموش کن، اینا هم اینجوری میکنن میگن خاموش کردیم، ولی خاموش نیست، حالا اگرم ایشون لطف کرده خاموش کرده، بازم اینترنتش خوب نبود و به اصطلاح صدا اونجوری که من دلم میخواست نبود و اینها، ایشون قشنگ توضیح داد آقا اینا که پول میدن به این برای اینه، همونجوری که شاه پول میداد به نمیدونم ظفار و این پادشاه عقب افتادهش برای ایرانی رو میفرستاد اونجا جنگ کنه برای که پادشاه این نکبت رو نگه داره، اینا میفرستن جیبوتی، جیبوتیه کجا نید مثلا نمیدونم، یا میفرستن یمن، اینا باید ببینید پشتش چیه، پشتش اینه که میخوان خودشون محکم باشن، یعنی ببخشید این حرفو میزنم، مثل اینه که اینایی بود که اولاغ میفرستادن جلو و پشت سرش را میرفتن که اگر اولاغه رفت روی مین اون منفجر بشه، شاه همین کارو میکرد، آخونده هم همین کارو میکنه. حالا شما بفکر میکنی اگر یکی دیگه بیا بهتر از ایناست؟ من فکر نمیکنم، من فکر میکنم ذات ماها اینجوریه، تازه همین آمریکایی هم ثابت کردن که اینا هم همچین آدمای دموکرات و آدمای خوبی نیستن. شما این آقای ترامپ رو نگاه کن، دیروز یه آقای هست هم مسلمونه هم کمدینه، آقای آصف مندی، این اگر کسی برنامه های آقای نوا تراور نوا نگاه میکنه، دیلی شو، بره اسم این دوتا رو بزنه نگاه کنه ببینه، همون چیزی رو که من گفتم این آقا گفت، گفت من میدیدم که ترامپ داره چیزی میگه که مردم دوست دارن بشنوند، گوش کن آقای امیدی، مردم دوست دارن بشنون احساساتشون، نمیدونم بر احساسات میگن از قلب، منطق توی مغزه، احساساتشون بر منطقشون غلبه کنه رأی بدن. حالا این آقا اومده رفته اونجا، داماد خودش میخواد بذاره سینیور ادوایزر، مشاور ارشد، بابا طرف 35 سالشه، پسر یک کلیمی که انقدر دزدی کرده بود که این آقای کریس کریسی گرفت انداخت زندان، کوشنر اگه اشتباه نکنم فامیلیش، ولی ترامپ نمیاد وقتی رب به اون کارگرایی که کارخونه بسته شده وایساد گفت من کارخونه باز میکنم فلان، الان نمیره یکی از اونا رو بیاره سر کار، که اصلا دیگه اونجا هم نمیره، یادش هم میره، و
و این آقا همینو گفت، گفت به زودی اونایی که بهش رأی دادن دیساپوینتد شدن، یعنی ناامید میشن، دل سرد میشن، و اون موقع است که اونا ممکنه یه بلایی سرش بیارن. باورتون میشه تو سیاست اینجوریه؟ اونی که دوستشه وقتی که میبینه آقا این ما دوست تو بودیم، تو رو فرستادیم کاخ سفید، حالا که رفتی کاخ سفید دیگه با ما کاری نداری، اون موقع اونا ناراحت میشن و عصبانی میشن و الی آخر. من این سیستم جدیدی که گذاشتم روی فیسبوک اصلا خوشم نمیاد از نورش و از تصویرش و اینها، و حتی نمیتونم بخونم که دوستان اگه چیزی می‌نویسن. در اصل اینو سعی میکنم برای روز جمعه عوض کنم. اینم از این. و آقای حادی حقجو هم به ما پیوستن، ممنون و متشکر. خب بریم یه سری از این پیام‌هایی رو که براتون گفتم. ممنونم از داریوش، ممنونم از حسین، ممنونم از آقای حسن خزایی که اینها عین خبرنگاران تلویزیون مردم از هر گوشه از جهان، از ایران، از آلمان، از کالیفرنیا برای ما خبر میفرستن. بیایم یه کمی پای صحبت‌های حسین بنشینیم که قشنگم صحبت میکنه، اگر بنویسه دیگه بهتر. بفرماید آقای حسین آقا، ببینیم چی میگید شما. با سلام سروی جون، در مورد استاد این دکتر سرهنگ علیپور، والا هرچی که گفته همه بوی میهن پرستی، وطن دوستی و شایسته سالاری بوده و تبریک میگم واقعا به همچی اشخاصی که در اوج میتونن رضایت کارم بکنن اونجا به حال، ولی میاد وای میسته جلو اون همه آدم. اپوزیسیونی که نداریم، همه پاهنداز و پشت پاهنداز و به عبارتی حالا خائن نذاریم، برای خادم که نیستم خدا وکیلی. وقتی دکتر مصدق اینقدر بینیکی یاد میکنه، فقط یک قلم ایشان بلند میشه میاد بینه سازمان ملل، بقول دکتر به جای بردن خاله و خانباجی و یک سری 400 نفر تو جنب و جت، خودش و چند نفر آدم میرن اونجا، هزینه خودش خودش میده، یک قران حقوق نمیگیری در دوران نخست وزیریش، و اون بیمارستان نجمه رو هم که تقدیم میکنه به مردم ایران، البته خواهرش بیمارستان رو درست میکنه، همه خادم بودن با داشتن پاس سوئیسی. چرا؟ برای اینکه موقعی که در سوئیس تحصیل میکرد پاسپورت داشت دیگه، اما هیچ وقت استفاده نکرد و نوکر کسی نشد. کار رو به جایی رسانده بود که مردم مصر اسم بچه هاشون میذاشتن مصدق. برید سوال کنید ببینید چقدر حس وطن دوستی رو در اون موقعی که بعد از جنگ جهانی دوم. بله ببخشید، این سر صدایی که میشنوید اینه که چون ایشون روی تلگرام مسیج گذاشته و من اینو ضبط کردم توی سیستم، اون موقع متاسفانه یادم رفته بود که مستقیم ضبط کنم. این سر صدای اینجا، این ماوس ما و ترقترقی که میاد و صندلیمون میچرخه و لیوان زمین بذاریم و اینها میاد، از حسین عذر میخوام. و خود ایشون مثلا به من گفته بود که این سیستم، این یکی MP3ه، اون یکی WMAه، باید اینجوری کنیم اونجوری کنیم. و ای کاش حسین اینجا بود. به دو دلیل، چون یه بار گفت من اگر آمریکا بودم یک کمکی حمایتی میکردم به تلویزیون ایران، یکی دیگرش هم این که از لحاظ فنی به من کمک میکرد در رابطه با کمک و حمایت و اینها. دوستان عزیز حتما دیروز روی فیسبوک مردم تیوی دیدید که، بذارید من اینجا این رو بنویسم که بله، من میخواستم ساعت 2 برنامه‌ام که شروع شد با تشکر از این دختر جوانی که توی همین منطقه است، خانم جانان ایران بومی، و کارایی که انجام میده. دوستان اینجوری ما ممکنه به جایی برسیم؟ یه دختر ایرانی 16 ساله
که اصلا فکر کنم ماجرای دکتر مصدق باباشم اون موقع هنوز دنیا نیامده بوده، چون باباش دکتر حقوق هست توی آلمان و ایشون فکر کنم 50 سالش باشه. با همه اینها ببینید چجوری صحبت میکنه، میاد درباره US ایران ریلیشنشیپ، یعنی درباره رابطه ایران و آمریکا صحبت میکنه و چجوری وصلش میکنه به مصدق، چجوری وصلش میکنه به CIA، چجوری وصلش میکنه که اون خیانتی که آمریکا در حق مردم ایران کرد، کودتای 1332 باعث شد که این ماجرای 1357 به این شکل پیش بیاد. حتی آقای امیدی هم در این مورد صحبت کرد، گفت از موقعی که کودتای 1332 انجام شد جاده صاف شد، آماده شد برای یه همچین حرکتی. یه بار تو سال 1342 شد، خفیف بود، جلوشی گرفتن، بعد سال 1357 دیگه نتونستن جلوشو بگیرن. این هم از این ماجرا. خب ببینم پیام داریوشو براتون بذارم، ولی قبل از اون آقای حسن خزائی لطف کرده چند تا پیام گذاشته در رابطه با رفسنجانی، و میدونید توی ایران خیلی ها هستن که ادای رفسنجانی رو در میارن خیلی قشنگ و خنده دار. حالا این آقا فوت شده، ولی بازم بد نیست تا یکی دو هفته بعدش مردم با همین شوخی ها، با همین جوک ها بگن و بخندن. بشنویم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من فوت کردم، بعد ببخشید من فوت کردم. امیدوارم که این روز بهتون خیلی خوش بگذره، جادوی شما محال یادم بره. انا لله و انا الیه راجعون. ما مردیم، فردا بیه تشییع جنازه‌مون کوتاهی نکنید. یک اون اینجا اشعار کردید در این تلگرام، حداقل فردا تو تشییع جنازه من شرکت کنید. تشکر میکنم، خدا حافظ. خب خیلی ممنون. این ماجرای تلگرام، اجازه بدید باز از حسین تشکر کنم که اون چیزی بود که همیشه پدر مادرها میگفتن که برو با یکی بگرد که دوتا چی از خودت زیادتر بدونه، بلکه ازش یه چیزی یاد بگیری. من همیشه به اینا میگفتم خب اگه اونم قرار باشه با یکی بگرده که دوتا از خودش بیشتر بدونن، که این مشکل میشه. چجوری من اونو پیدا کنم؟ بعد پدر مادرم میگن آخه احمق، تو رفتی با این که کمتر از تو میدونه. بماند. حالا ما با این حسین این ماجرا رو داریم، ایشون چون بیشتر میدونه ما هم داریم یاد میگیریم. روزی که من در رابطه با تلگرام صحبت کردم، بعدن ایشون برای من نوشت آقا اون چیزی که با مورس میزدن تق 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 تق، ببخشید توی ارتش به شوخی بچه هایی که میرفتن مورس میخوندن، به اونای دیگه میگفتن که دیدی دادی، دیدی دادی، به کی دادی، کجا دادی، چرا دادی، دیدی دادی، دیدی دادی، و اینا رمز بود. مثلا الف سه تا نقطه، تق 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 به دو تا. بعد میدونید این از قدیم بوده، حتی یه مدتی با دود این کارو میکردن، حتی یه مدتی تو دریا و چیز با چراغ و نورش که بسته و باز میکردن این کارو میکردن. بعد که دیگه سیمکشی یا همون وایر، یادتون تو ایران هم میگفتیم وایر، آقا وایر اینجا آویزون شده بود، طرف اومده بود رخت انداخته بود روش مثلا. بعد همین کلمه وایر و اون فیلم ها هم دیدیم توی فیلم های وسترن، کنار ریل راه آهن معمولا همیشه تیرای، البته ما میگیم تیر چراغ برق، تیر چراغ برق با چراغ روش باشه، ولی دیگه وقتی میگم تیر چراغ برق شما میدونید اون تیرای چوبی هست که از درخت درست کرده بودن، گذاشته بودن روش این وایرا، کیبلا، اون مقره میگفتن، این چیزایی که عایق بود. و دلیل اینم که برای بغل ریل راهن بود، برای اینکه تعمیر و مینتیننسش آسون باشه، و بالاخره یکیشون زحمت کشته اون یکی دیگه میومد یه پولی میداد به اون لابد نصب میکرد و اینها. و اینجوری شروع شد که وقتی که یاد گرفتن که با سه تا سیم از این ور یه سیم، مثل آیفون های خونه بود،
آیفون خونه با 3 تا سیم طرف از اینجا به اون ور صحبت میکرد، اونم از اونجا به اینجا صحبت میکرد، که الان ماشاءالله شنیدم چی تو فیلمای ایرانی میبینیم دیگه، از آپارتمانش اینجوری نگاه میکنه دیگه، آیفون نیست دیگه، آیفونه میبینه با چشمش و اینها. در هر صورت بعد این طرف وقتی که اینو فشار میداد این مدار را میافتاد، اونجا مغناطیس میشد، این مغناطیس اینو تپ میزد پایین، یه صدا میداد. بعد اونی که تلگراف رو میخوند شغل بود دیگه، هم از گوشی هم از حرکت این میتونست بخونه، الف به آبادان در حال شورش است، اینو مینوشت، تا مینوشتش میداد دست شما، این شده بود تلگرام که به وسیله تلگراف منتقل شده بود. تلگراف اسم اون سیستمه بود، وقتی که پرینت میشد نوشته میشد در خونه شما میمد به شما میگفتن تلگرام. بعضیا فکر میکنن این تلگرامی که امروز آمده اسمشو گذاشته تلگرام یه چیز جدیدیه، نه آقا این جدید نیست، این دنباله همین ماجراهای مسیجینگ، تلگرام، تلگراف، تلفن همین جوری هست. حالا این جوانی که اومده این کار کرده دوست داشته این اسمو گذاشته، و این تلگراف نبوده اسمشو عوض کنه بذاره تلگرام، هر چیزی که به صورت نوشته میشه میشه تلگرام. و وایرگرام هم داشتیم اون وقتا، اگه خبرهای تلویزیون رو نگاه کنید اینجوری پرینت رو میگرفت و میگفت که این، بعضی ها میگفتن کیبل، بعضی ها میگفت وایرگرامه، یه همه چیز. در اصل ممنونم، هر دوستی که از ما یه چیزی بیشتر بدونه ما اینجا بیشتر یاد میگیریم، برعکس تلویزیون های دیگه که سعی میکنن افرادی رو بیارن که کمتر بدونه، یه وقتی خدایی نکرده نشه استای این، ما دنبال یکی میگردیم که واقعا استاد باشه، وارد باشه و ما یاد بگیریم. همین که ما 2 کلمه یاد گرفتیم از آقای شبستری، تفاوت حقیقت و واقعیت چیه، راستی شما میدونید؟ بنویسید این زیر فیسبوک، بنویسید به نظر شما واقعیت چیه، حقیقت چیه. مثلا انقلاب ایران اتفاق افتاده، این واقعیت، حقیقت. اون چیزایی که آخوندان میگن واقعیت درباره انقلاب، حقیقت. اون چیزایی که شاه اللهی ها میگن واقعیت، حقیقت. و چرا این دوتا فرق دارن؟ ضمن این که همیشه میگه آقا طرف با داره واقعیت رو میگه، این همیشه حقیقت رو میگه، این غلط، نمیتونه، امکان نداره، واقعیت با حقیقت فرق میکنه. ممنون از آقای فرزاد شبستری، 5 سال توی این تلویزیون برنامه گذاشت، هفته ماهی یه برنامه گذاشت، امیدش هم این بود یه چیز کوچولو یاد منو شما بده. آقا همین که من یاد گرفتم مطمئنم ایشون خوشحال. آقای آریانپور چندین سال به من لطف و محبت دارن و چندین بار هم اینجا برنامه داشتن، ایشون یه چیزی رو آمد گفت و همین که آقای امیدی امروز این صحبت رو میکنه به نظر من ایشون نمیدونه انجام وظیفه یعنی چی، خدمت یعنی چی. آقا شما اگه به من پول داده باشی که من خبرهای ایران برای شما بخونم، من بخونم، انجام وظیفه کردم. ولی وقتی به من پولی ندادی، از برای من وظیفه معین نکردی، من هر کاری رو که دارم انجام میدم این یه نوع خدمت، حالا یا خدمت من مورد پسند و استفاده شما هست استفاده میکنی تشکر میکنی، یا نیست میری یه جایی پیدا میکنی، یا میای پول میدی، حقوق میدی، یه کسی به عنوان وظیفه برات اونو انجام بده. یعنی اگر شما در این بهبویه، چه بهبویه، چه خبری، آقا سیستم اینا انقدر قشنگه که خمینی با اون خمینیش مرد، آب از آب تکون نخورد. ولی ببینید سیستم بعد سازمان مجاهدین، نمیگن زنده است، نمیگن مرده، چون میدونن اگه بگن مرده با مرگ یک نفر سازمان، ببخشید اینو میگم، سازمان مجاهدین شده مثل دست نماز. شما رفتی دولا و راست و توی این سرما دست نماز گرفتی و حالا لرزون لرزون داری میای میری تو اتاق، یه دفعه یه بادی ازت خارج میشه، این باد آقای رجبیه، این باد که خارج شد سازمان مجاهدین که همین دست نماز باشه باطل میشه. خب اگر این گوز نیست،
اونم دست نماز نیست، یه سیستمی مثل آمریکا که کندی رو میکشن فوری معاونش میشه رئیس جمهور، یه سیستمی مثل آخوندا که والا من نمیدونم اینا از کجا یاد گرفتن، خمینی میمیره فردا نمیدونم خامنه ای میاد، حتی شماهایی که اهل دسیسه هستید میگید رفسنجانی به دروغ گفته که خمینی به من وصیت کرده، و الا میگن خمینی انقدر خودخواه بوده گفته هیچ کس لیاقت ولی فقیه شدن نداره، یا حقیقتا هم میخواسته بعد از خودش دیگه هیچ کسی ولی فقیه نباشه. ولی رفسنجانی با اون هوش و ذکاوتی که داشته دیده آقا این کشتی که الان روی این آب هست، اگر این سوراخی که توش پیدا شده این دستشو نکنه داخلش، حتی خود سرشو نکنه داخلش، کشتیه میره، کشتیم بره خودش میره، زنش میره، بچهاش میره. چه کار کرد؟ اومد با این دروغ که مثل یه دستی هست که کرد تو سوراخ کشتی به من و شما گفت آقا خمینی وقتی داشت میمرد به من گفت این خامنه‌ای خیلی پسر خوبیه، اینو بذارید چیز باشه. یکی دیگه مثلا نوشته بود چرا رفسنجانی رو بغل خامنه ای خاک کردن، یکی نوشته بود برای که جنازه‌شو نیان بدزدن. راستی احمد خمینی کجا خاک شده؟ بعد یکی دیگه نوشته بود برای که اینا همیشه تو بغل هم می‌خوابیدن. خب اینا چیزای فیسبوکیه. ببین خیلی‌ها دوست دارن صفای اینجوری ببینن، بشنون. می‌بینید مثلا چیزاشون هم طرفدارانشون مثلا چندین هزار تاست. جوک میگن. ببخشید اینو میگم، من حتی یه ویدیوی این سعید برام فرستاده، اگه وقت کنم بهتون نشون میدم. من یه روزی باید یه 3 ساعتی برنامه فوق‌العاده بذارم، اکسترا اکسترا، ولی دنبال یکی میگردیم حمایت کنه. ما یه دوستی داشتیم دو بار لطف کرد حمایت کرد از تلویزیون مردم، هرچی دیگه گفتیم آقا حمایت کن و سعی کن حمایت مستمر باشه، حتی نمیگفتن طرف آقا یه مستمری میگیره، استمرار داشته باشه، دائمی باشه. Thank you for continuous support. ادامه داشته باش. نه یه ما به ما $1,000 بدید خوشحال. حالا شانس آوردیم که اهل قمار نیستیم، بریم قمار کنیم $2,000 هم ببازیم، یه ما دیگه هیچ. بله ایشون ویدیوهای میفرستن و ایشون گفتیم بابا یه برنامه بذار این ویدیوهای قشنگ تو تو اون نشون بده خودت با توضیح و تعریف و اینها، که نیامد. اینا از خب پیام داریوش رو بریم در رابطه با شهرام همایون بشنویم و ببینیم که اصلا این بیخبران توی لس آنجلس برای خودشون چی میگن. آقای داریوش برای من گفت آقای اصلا از ماجرای ایران نمیدونم الان تشییع جنازه مردم خوشحالن فلانا هیچی نگفت، فقط آقا برای که اون که پول نمیاره، این پول میاره که میگه که ما 3,000 نفر میخوایم، امروز 100 نفر کم داریم و بله یه برنامه گذاشتیم ما میخوایم بریم فلانی بشه شاه، شما میشی نخست وزیر، خودش این وسط وایمیس کنار. به خدا من هر وقت اینا رو نگاه میکنم یاد موقعی میفتم که داشتم میرفتم مدرسه، 5,000 روزانه یا 2,000 مال روزانمون میگفتیم روزونه توی جیبمون بود، بعد میمدیم یه شارلاتانی یه پرده گذاشته بود، همین مثل تلویزیون دارای ایران اینجا یه پرده گذاشته بود، عکسی هم گذاشته بود، اینها یه جعبه هم گذاشته بود پایین، میگفت که الان از توی این جعبه یه مار 6 سر، 2 سرم نه، یه مار 6 سر بیرون میارم و این تصویر رو که شما میبینید نمیدونم یزید ذوالجوشن اینجوری اونجوری، ما با اون بچگی وای میسادیم. بعد این هی میچرخید، هی میگفت که اگه میخواین من شروع کنم، یا خیلی هاشون هم میگفت من اگر دو تا جوان مرد پیدا بشه 2 تا 1 تومن به من بده من میرم تو این آفتابه، یا آفتابه میذاشت میگو میرم تو این آفتابه. ما هم میگفتیم حالا ما که جوان مرد هنوز که مرد نیستیم، جوانم فعلا نیستیم، بچه هستیم، ولی ما 2,000 خودمون یا 5,000 خودمون رو بدیم به این پدر سوخته، بلکه این یا بره تو آفتابه یا این مار 6 سر رو بیاره بیرون، یا ببینیم این یزید و امام حسین و اینا چی میشه، بالاخره حق باطل بر باطل پیروز میشه یا نه خیر باطل بر حق پیروز میشه، که خیلی ها میگن یزید باطل نبوده بابا، اون حق بوده، امام حسین دنبال زن من رفته بوده. بمانم پوله رو میدادیم وای میسادیم، هی هم نگاه میکردیم دلنگران که مدرسه‌مون الان دیر میشه، بعدم جمع میکرد این میرفت، یا ما دیگه دیر اون میشد واقعا، میگفتیم گروه پدرش ول میکردیم میرفتیم. هر وقتم پول جمع میشد یه پاسبانی میومد به این میگفت جمع کن برو، که بعدن معلوم بود که این پاسبانم با خودش بوده،
این برای که مردم یقش نگیرن به پاسبانه میگفته که هر وقت مثلا چوبم محکم زدن زمین تو بیا مانم بگو بارو گم شد جمع کن فلان اینو. ولی من بیچاره زور که میشد از مدرسه گرسنه برمیگشتم همه وای میسادن کیک میخریدن ما دوزر اونو داده بودیم به اون. دوستان اینایی که معرکه میگیرن ماجرا سر اون پوله. خب ما اینا رو میگیم بعد یه نفر میگه خب خودت اینا رو میگی خودت میگی چرا مردم حمایت نمیکنن؟ میگم آقا من که نگفتم پول بدین میخوام برم ایران آزاد کنم تو باز بشی زن اون سرهنگی که بودی. راستی چرا این نگه بهتر. بله ما میگیم آقا اگه برنامه رو نگاه میکنی میای فکر میکنی این یه برنامه خوبه خودمونیه یه جایی دور هم جمع میشیم والا اینجا هست مثلا لاینز کلاب یا کلابای مختلف هست هفته یه بار دو ماه یه بار یه ماه یه بار جمع میشن هر کسی وقتی میاد اونجا 20 دلار میرزه یا 20 دلار میده بعد میدونن که مثلا اینجا 200 دلار دادن کرایه اتاق 50 دلار خرج نوشابه و اینها مثلا اگه 20 نفر بیان 400 دلار جمع میشه 250 دلار خرج 150 دلار میره تو پول این کلاب 150 دلار. آقای امیدی چراغش امروز روشن نشد گفتم آقا این چراغ پشتری هم خاموش کن که بلکه تصویر سیلویت یا سیاه قلم نباشه. البته اینا که هنرمندن یه مقداری اینجوری هستن. خب و هم باز از حسین بلنم کن بریم سراغ آقای شهرام همایون. ممنونم از داریوش که این پیام ها رو فرستاده. بشنویم با هم. عزیز دیروز فرامانی یک طرحی داده به نام طرح حکومت ملی گذر از جمهوری اسلامی. حالا یه خانم اومده میگه این طرح قبلا آقای دکتر نصر احمدی تو برنامه شما هست قبلا داده چرا شما به نام خودت میکنید. حالا من اعتراض این خانم رو تلفن که زنگ داده به برنامه شهرام همایون فقط کوتاه میدارم بعد میتونی بپرسی برای نصر احمدی چیه برنامه یا من که یفتان که جریان نیستم چون من برنامه های نصر احمدی رفت ندارم نگاه کنم. قشنگ توهین میکنه به خانمه که برو قرمه سبزی تو بپز. اینا هستن که روز 17 دی تا
تشکر میکنن از رضا شاه روز زنان. دروغ میگم، اینا با اون شالاتانی که میگه اگه دو تومن به من بدین میرم تو این آفتابه هیچ تفاوتی نداره. بعدم پلیس میاد بهش میگه جمع کن برو، پلیس نه آجان، اون موقع میگه آجان، میگه جمع کن برو. طرف میگه آقا چرا نرفتی تو آفتابه؟ میگه آقا خب پدر سوخته، من دیوانه ولی تو احمق، من با این هیکلم چجوری میتونم برم تو این آفتابه؟ طلبکارم میشه. این ماجرای تلویزیونای ایرانیه. بعد ما همیشه گفتیم تلویزیون شما آخرین موقع که هیچ کار دیگه ای نداری میای تلویزیون نگاه میکنی. اگه قراره بری مدرسه میری مدرسه، اگه قراره بری سر کار میری سر کار، اگه قراره بری بچه تو بیاری میری بچه تو بیاری، اگه قراره بری دکتر میری دکتر، اگه قراره بری کارهای هنری به انجام بدی میری کارهای هنری. وقتی کاری نداری میای لم میدی تلویزیون نگاه میکنی. تلویزیون قرار نیست شما رو آزاد کنه، تلویزیون حتی قرار نیست شما رو آگاه کنه، تلویزیون قرار شما رو سرگرم کنه. و برای تلویزیون مهم نیست که پدر من فوت شده یا مادر شما عروسی کرده، اونا ساز خودشونو میزنن. من هستم که میزنم اینجا، اگه پدرم فوت شده آهنگ گلپا اینجا داره پخش میشه، خوشا آنان که با عزت بگیتی بساط عیش برچیدن و رفتن، میگم عجب تلویزیونیه. شما که نمیدونم مادرت عروسی کرده، برو جایی که نمیدونم راجب بهشت و چی میگن، چی میگن راجب خوشحالی میگن. ما باید انتخاب کنیم کجا چی. مثل نگاه کنید توی ایران تلویزیون ها مثل دبستان بود، یه چیزی رو میذاشتن شما مجبور بودی بشینی نگاه کنی، هیچ انتخابی هم نداشت. تو شیراز که یک کانال داشت، تهران قبطه میخوریم که شما ها دوتا دارید، بعد تو شیراز هم حالا شد یک و مثلا دو. الان که تو همون ایران میگن 100 تا کاناله، کانال کاشان، کانال شمال کاشان، کانال جنوب کاشان، کانال شیراز، کانال دروازه قصاخونه، کانال مردشوخونه. امروز شما حق انتخاب دارید، ولی شما باید به اون صاحب خونه احترام بذارید. بله اگه یه صاحب خونه دیوانه بود شما رو دعوت کرد، وقتی آمدی تو تا وارد شدی آب سرد ریخت رود مثل زورخونه دم آسونه، زمستونا آب سرد میریخ رو ما، تابستونا آب گرم، خب مرض داری بزین بچه ها بیاد، تو که دنبال مشتری میگردی، این بچه فردا میشه مشتریت، میاد اینجا ورزش میکن. نداشتیم، هنوزم نداریم، هنوز نمیدونیم. بابا ما که میام اینجا حق داریم، یه حقی داریم. چه جوری؟ حالا این بنده خدا آقای امیدی میگه آقا من عذرخواهی کردم، دست از سرم بردم، من احتیاج به عذرخواهی شما ندارم. اینجوری که آقا چه خوب میشه دفعه دیگه که ایشون میاری من 50 دلارم میدم که ایشون وقت داشته باشه میکروفون در اختیار خودش باشه، ضمناً این دوتا سوال هم ازش بپرس، این دوتا سوال هم ازش بپرس که آقا اینا که میخوان الان تدارک ببینن برای سال، آقا یه مش ماشین بزرگتر خریدن که وقتی میان رو طرف دیگه ماشین اینجوری اینجوری نشه، قشنگ استخونش خورد کنه بره. نمیدونم باتون الکتریکی از اسرائیل میخرن، از چین میخرن، ماشین آبپاش از چین میخرن، تدارکاتشون اینه. شما نشستی که مثلا این آقای عباسپور بود، البته امیر رضا عباسپور به شما اسم شبو بگه، اسم کد نمیدونم فلانم بگه، بعد شما چیکار میکنی؟ شما بلند میشی از فرانسه میری اونجا، اون شب اسم شبی رو که بهتون گفته استفاده میکنی، میری دو تا از اینا رو میکشی. شما خیلی قشنگ گفتی، گفتی وقتی دیدیم اوضاع اینجوری شد ما جانمون رو برداشتیم و فرار کردیم. ما آقا بعضیا قید پدر و مادرامون رو زدیم، قید زمین و خونه و پولی که اونجا ممکن بود داشته باشیم زدیم و واقعا خودخواه بودیم، فکر جون خودمون بودیم، برداشتیم فرار کردیم. حالا اومدیم این و شیر شدیم، آقا من میکشم، آوی نفس کش. البته مثل دعوای کاشانیا، این رو من کد میکنم از طرف آقای بهار، چون خودشم کاشی بود فکر کنم، میگفت که کاشیا از این ور بوم میرن به اون ور کوچه روی بوم، مثلا این پسره با اون پسره دعوا میکنه، بعد تازه مادرش صدا میزنه میگه مثلا حسن بیا پایین میخوای خون را بندازی، از این پشت بوم به اون پشت بوم.
ما هم حالا اینجوری شدیم. شهرام و همایون حالا در دعوا میکنه که آقا این برنامه که مال آقای نصر احمدی نیست، من دیشب خوابیدم یه دفعه به هم وحی شد، تازه به زبانی که شما نمیتونید بخونید. اوکی. آقای مصطفی زاده میگه آقا این تر مال من بوده، من یکی دو بار صحبت کردم، بعد یه دفعه دیدم سرکله نصر احمدی پیدا شده با این تر، تر خودگردانی ملی. درست میگم آقای مصطفی زاده؟ ضمناً آقای مصطفی زاده جمعه با ما خواهند بود با آقای سعیدی و آقای دکتر افشارها هم 5 تا برنامه با ما خواهند بود و منتظر این ساعت ها هستم که یه جوری ردیفشون کنم. بذارید من این پیام ها رو پاک کنم، پیام که داریوش گذاشته بود در رابطه با شهرام و همایون، پیامی رو که حسین گذاشته بود در رابطه با آقای عقیلی پور. ممنونم از آقای عقیلی پور. و بله دوستان، اگر خواستید شما میتونید با آقای شاهین ترکمن تماس بگیرید، با آقای امیررضا عباسپور تماس بگیرید، نه توی این تلویزیون، حتی بهش یه پولی بدید آقا یه دوربین را بندازه رو فیسبوک خودش بشینه. آقا امروز این تلفن‌های ما نگاه کنید ببینید چند تا داره. امروز شما میتونی از هر جای دنیا، میخواین الان این کارو بکنم، از هر جای دنیا با تلفنتون اینجوری بشینید، دیدید آقای سبا، آقای قشقایی اینجوری روشن میکنه، میزنه فیسبوک، هم دیگه پسوردش هم سیو میکنه، میزنه روشن میکنه فیسبوک، نوشته لایو، لایو هم یعنی زنده، برنامه مستقیم، تقی میزنی میگه میخوای همه ببینن پابلیک، میگی بله لختم دوست دارم همه ببینن، یا نه خیر میخوام مثلا فلان دوستم فقط ببینه توی ایران، میزنی اسم اونو یا علی مدد، میزنی میری بالا، میشه همین که الان میبینی. تصویر ما هم چقدر بده امروز با این سیستم، باید عوضش کنم. ولی این که ما آمدیم اونم تصادفی، اینقدر من هم خوشحال میشم که طرف تصادفی میاد، یعنی یه بیننده جدید دیگه. همین که من نمیفهمم تصادفا یعنی چی، یعنی داشتم راه میرفتم مثلا ریموت گذاشته بودم روی میز، افتاده رو زمین، حالا که بلند میشم پام میره روی ریموت، تصادفا کانال عوض میشه. یا داشتم کانال ها رو عوض میکردم، دنبال مثلا کانال CNN میگشتم، به جای 602 600 زدم 601، شما اومدی، این میشه تصادفا. آقا تصادفی نیست که ماشینت خراب شده باشه، اگه بده بزن بره، چرا خودت اذیت میکنی، چرا دیگران رو اذیت میکنی؟ در صورت اینم از این ماجرا. پیام از حسین از ایران راجع به تلگراف و تلگرام توضیح دادم، تا موقعی که اون تکنیکه است، تلگراف این طرف تلگراف چیه، اونجا تلگراف کنه است، وقتی پرینت شد، چاپ شد، نوشته شد، آوردن دادن به شما، شما از بابات یه تلگراف نگرفتی، یه تلگرام گرفتی. اسمایی که اینا گذاشتن باهاش هم راحت. گفت ای بسا هندو و ترک همزبان، وی بسا دو ترک چون بیگانگان، پس زبان مرحمی یا محرمی خود دیگر است. که این ماجرا رو آقای رنجبر، این شعر مولوی رو همیشه میگفت، یاد ایشون هم بخیر. و ایشون به من گفت یه 2 سالی کامیشن شدم، استخدام شدم که برم یه کتاب بنویسم و بعد با شماها خواهیم بود، که رفتند و دیگه خبری ازشون ندارم. دوستان اگر با آقای کاظم رنجبر در تماس هستید سلام. این سلام مخصوص یعنی چی؟ مثلا سلام معمولی چارگوشه، سلام مخصوص گرد و گلوله است، قل میخوره. سلام مخصوص منه به خانواده برسونید. همه اونم میگیم، خود منم میگم. خب بله، از خود بیگانگی یا alienation یعنی اینا که از کرات دیگه میان، خارجی میان، ما مثلا alien هستیم که میایم اینجا. وقتی که خودتو جدا میکنی از جامعه، گوشه‌گیر میشی، تنها میشی، اون موقع بهش میگن از خود بیگانگی. به نظر من این تیتری که آقای یزدان خدابنده رو برای برنامه امروزش نوشته، این کلمه اولی از خود بیگانگی باید عوض بشه. طرف که از خودش بیگانه نشده،
از دیگران بیگانه شده رفته کنار. دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد، سعادت آن کسی دارد که از تنها بگریزد. به پرهیزد دیگه باید این روزا بزنیم بگریزد. بله، در هر صورت اینم برنامه ایشون و ساعت 2 بعد از ظهر این رو فرستادن 1 ساعت قبل، یعنی درست توی برنامه زنده خودم. اب نداره، اینا هرچی اینجوری بفرستن کیفیت برنامه خودشون میاد پایین. اگر زودتر بفرستن، من اینا رو وقت دارم عکس ها رو بردارم بذارم تو سیستم، تا میگن عکس فلان من بهتون نشون بدم. ولی وقتی این کارو نمیکنن، دیدید یه دفعه اون صفحه سفید میشه؟ این موقعی که من دارم از یه سیستم دیگه اون عکس رو میگیرم میارم تو این سیستم، با بره ورش داره بیارتش، بهش بگم اینجا انتخاب، مثل نور بندازم با چراغ قوه بره دنبالش بیارتش. اگه اینا زودتر، یه روز زودتر، آقا شما از هفته قبل میدونید امروز سخنرانی دارید، کاغذاتون رو آماده کنید، ردیف کنید. البته کار مشکلیه. امروز یه قسمت کوچولوش ما نشون آقای امیدی دادیم که چقدر مشکله. شما بیش از 24 ساعت وقت داشتی. اتفاقا دیروز من گفتن میخوای اسکایپ امتحان کنی؟ گفتم نه، چند دقیقه قبل از برنامه امتحان میکنم، چون اسکایپ تصویر خودتون رو به خودتون نشون میده. حتی یه سیستمی گذاشته که صدا رو هم آزمایش میکنید. البته این نمیدونم چرا اسم اون قسمت رو گذاشته اکو. بذار ببینم درست هنوز اکو یا تست، من عوضش کردم، کردمش تست. ببینید دوستان، اسکایپ شما این قسمت تست رو میتونید اینجوری امتحان کنید ولی تصویر نداره. ولی قسمت تصویرش به دوستتون زنگ بزنید، اونجوری نور خودتون میبینید، تصویر رو میبینید. اینا اینجوریه، ببینید الان میگه بیا. Hello, welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Now that we know 1, 2, 3. Yeah, ABC. بفهم. بله. حالا ببین چی میگه. حالا خیلی از دوستان میخواد بره ایران رو آزاد کنه، هنوز استفاده از فیسبوک، از استفاده از این اسکایپ، استفاده از تلگرام، مثل من اینا بلد نیست. آقا اینا 15 سال مار خوردن تا عفی شدن، 15 سال تو صحرای لبنان و فلسطین دویدن از سال 1342 تا 1357. شما کدومتون یه روز حاضر هستی به جای چلو کباب یه نون و پنیر بخورید تا برید بعدا بشید شاه؟ همشون نشستن کنار چی میگن ساحل آرام، حالا یا این و پاسیفیک، اون و پاسیفیک، یا این و آرام. کریسمس کنسرتای ایرانی ها باید به جا باشه. نمیدونم از حالا تلویزیون تایم تیوی یکی از تلویزیون خوبیه که جا افتاده، خانم سیمین بهبانی، از حالا برای سیزده بدر سال 1396 دیروز برای من چیشو فرستاده. یه چند نفر هستن میرن میشینن توی اتاقی که نمیدونم پلتک میگفتیم چی میگفتیم، میشینن صحبت میکنن. اینا برنامه شون اگه بری نگاه کنیم، یعنی تا 4 سال دیگه نوشته فلان روز میان صحبت میکنیم فلان روز. آقا تو ما اگه تا 4 سال دیگه این برنامه داری، یعنی تا 4 سال دیگه قبول کردی که آخونده اونجا باشن. بعد سن خودتون رو نگاه کنید، همتون یکی پس از دیگری دارید میمیرید. البته ناراحت نباشید، شما تنها نیستید که دارید میمیرید. امروز برای من این اومده، بله، نوشته که سوربی شما بیا آلیف گاردن. بذار ببینم، چون سبز شما میبینید، آلیف گاردن یه رستورانیه. نوشته بیا اونجا، نهار و دسر مجانی و ما درباره اینکه چجوری جسدت رو بسوزونیم صحبت میکنیم که خرجش نیفته روی دست خانومت و بچه ها و اینها. اتفاقا هفته پیش که از دوستان خوب ما در شیکاگو فوت شد و چقدر راحت گفته بود که هرچی که تو بدنش سالمه به درد دیگران میخوره، اعضای اینجا میگن organs،
بدن به اونا. بعد خواسته بود که جسدش هم بسوزونن، هیچ جام دفن نکنن، چون بعضی هم میسوزونن، با وجود که میسوزونن مثلا میگن اینجا دفن کن، یا میسوزونن میگن مثلا میذارن رو تاخچه اتاقشون و فلان اینا. حالا دیگه من نمیدونم که این، بعضی هم میگن ما یه فامیل دوری داشتیم که ایشون یکی از دانشمندای ناسا، وقتی که جسدش رو سوزوندن هواپیمای ناسا مخصوص خانمش و بچه‌هاش و اینا رو سوار کرد، وقتی رفتن از اون بالا خاکسترش رو روی اون منطقه ناسا تو کالیفرنیا یا فلوریدا یا همچی جایی پخش کردن. پس کی وصیت داره؟ بعضیا وصیت میکنن خاکستر منو ببرید مثلا ایران، شیراز، مدرسه پهلوی، مدرسه شعله، مدرسه مظفر، اونجا بریزید دم در که این بچه‌ها که راه میرن این چیه دیگه، این هم دیگه وقت چون مرده شدی خیام بهت گفت خاک تو را گم سازن یا خم سازن هر چی که بود. خب میگه که خیلی دلم میخواست چند جمله‌ای در جهت تمجید از ایران، اینو قبلا هم خوندیم، این دیگه خیلی بیفایده است، خود این آقا بگه کی بوده تو دوره شاه، چی کاره بوده، بعد اون موقع چی بودیم که حالا نیستیم، اینا مزخرف آقای آریان‌پور. شما وقتت تلف نکن، شما وقتت بهتر صرف میکنی، من دیدم تحقیق میکنی، مینویسی، به دیگران یاد میدی، اون کار بهتر از اینه که به اصطلاح اینجا وقتتو با این مزخرفات اینها بگذرونی. خب good news, your item have been delivered. ببینیم این چی بوده، ما از کی خریدیم. آها بله، همین تلفن‌ها رو، دو تا تلفن جدید از بست بای خریدیم. نوشته که برات delivered یعنی آوردیم دم خونه تحویلت دادیم. بله خیلی ممنون. خب برم ببینم توی این 27 دقیقه دیگه‌ای که ما وقت داریم چه چیزایی رو میتونیم با هم بخونیم. هموطنان گرامی، نوشته اخیر آقای اقتداری در باره نتانیاهو، من فکر کنم این نوشته آقای محمد برقه‌ای بوده که آقای اقتداری فرستادن، مگر اینکه نوشته اقتداری هم بوده و من اون رو ندیدم. در صورت این رو هم باز آقای آریان‌پور لطف کردم فرستادن. من از شما سوال میکنم آقای آریان‌پور، به نظر شما این دوتا دوستمون، چه آقای برقه‌ای چه همشهری عزیزم این آقای محمد اقتداری، چیزی گفتند که من و شما درباره فلسطین در رابطه با اسرائیل تا امروز نمیدونستیم؟ اگر گفتن اون قسمت شما من بگید تا بخونم، ولی اگر چیزی گفتن که من و شما میدونستیم چیه؟ چون اونا با ما حالا موافقن خوشحال بشیم. هیچ کدوم از اینا برنامه‌ای برای فردا دارن چه باید کرد؟ من ندیدم یا متوجه نشد. و اما آها، جمهوری اسلامی پیش و پس از مرگ رفسنجانی میزگرد رادیو فلانی، برای اینا نوشتن تو رو خدا برید تو آینه نگاه کنید، از خودتون خجالت بکشید. یکی من گفت آقای سوربی تو وقتا سیویل قشنگی داشتی چرا زدی؟ گفتم والا از موقع که شروع کرده، اینجا میگن خاکستری، ما تو ایران میگفتی سفید، اینجا میگن گری خاکستری شد، گفتم از موقع که شروع شد سفید شدن نمیدونم لاوستم همینجور دوتا هم سفید میشد، انگار که داشت آب دماغت میومد بیرون، ما هم زدیمش دیگه راحت شد. این هم همینه، برید تو آینه نگاه خودتون بکنید، آقای دکتر فلانی، آقای مهندس فلانی. آخه شما میگید جمهوری اسلامی پیش و پس از مرگ، یعنی چی؟ پیشش که خب همه اون میدونی، حالا وقتی پس از مرگ صحبت میکنید یعنی شما میخواین یه چیزای جدیدی بگید که چه اتفاقی میفته؟ همینجوری که از این دوستمون سه بار سوال کردم آقا توی این 30 سال چند بار به ما گفتن 6 ماه دیگه میریم، پاسخ ندادی، اگه تازه برن شما میری یا وای میسی میگی حالا یه 6 ماه برم شاید یکی دیگه پیدا شد کودتا کرد اینو کشت، اگر 6 ماه نشد الان میگی دیگه آقا دیگه من پیر شدم، پسرم اینجا بیزینس داره، دخترم نمیدونم کار میکنه، به خودتون دروغ نگی. بعد شما تا حالا کدوم برنامه‌ای رو پیشگویی کردید از آب درست در اومده؟ راستی چرا میگن این هم که از آب درست در نیومد، چی بوده؟ یه چیزی مینداختن تو آب باید درست در میومده، این ضرب المثل از کجا بوده؟ خب میگی که آقای سوربی ناراحت نباش که دوستان بعضی وقتا کم لطف و کم مهر هستن و به شما سنگ پرتاب میکنن.
درخت گردو هم همیشه بهش سنگ میزنن چون میوه داره، ولی اونی که میوه نداره، این درخت کاج یا اون درخت چنار، کسی هم بهش سنگ نمیزنه. بله درخت چنار میرن بالاش سوارش میشن یا تاب میبندن بهش سواری میگیرن. بماند یادم افتاد به این آقای حسین آقا تو ایرانم نوشتم که یادم باشه که برات بنویسم ماجرای درخت میوه و اتوبوس درخت گردو و اتوبوس واحد و من و برادر. این اتوبوس واحد که اومد تو شیراز، قدیما یه اتوبوسای بنز کهنه بود، احتمالاً اینا مال شرکت‌های مسافربری بوده، وقتی کهنه می‌شده بهش اطمینان نمی‌کردن که توی جاده‌ها برن و بیان، یه نفری می‌خریدتش که دیگه اونم راننده بیابون بوده، حالا دیگه نمی‌خواد بره بیابون چون پیره، یا هر یه ساعتی با می‌زدی کنار بره توالت، این پیرمرده این اتوبوس رو می‌خرید، می‌شد اتوبوس شهری. مثلا اسمشون هم اتوبوس شهری بود. یک قرونم میگرفتن شما رو سوار میکردن میرفتی و میمدی. حالا بعضی ها میگن آقا این سنش چقدر که یادش اتوبوس یک قرون بوده. والا خیلی از شما از من پیرتری، چیزی که از ممکنه ماشین بابا جونتون میبردتون سوار اتوبوس نمیشه. این اتوبوس های شهری و اتوبوس های یک قرونی خبر دادن تو شیراز که یک شرکتی میخواد بیاد دولتی، ماشین های بنز 302 تمیز به نام شرکت واحد، اسم عربی واحد، الشرکت الاتوبوسرانی واحد. این آقای حسینلو تو شرکت واحد کارگر بوده. اون روز براش نوشتم نمیدونم به شما تبریک بگم یا تسلیت بگم، یه کارگری هم که کار میکرد تو ایران، از اون برم جلوه زورگویان وای میساد، اینم با سلام و صلوات آوردنش اینجا تو نیویورک میشینه برنامه رادیویی یا تلویزیونی داره. خنده داره اصلا، یا گریه داره. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. آقای حسینلو من از آن میخندم، من از آن میگم، چی میگو؟ من از آن میخندم، خنده تلخ من از گریه غم انگیز، کارم از گریه گذشته است، از آن میخندم یا به آن میخندم. بله آقا، این اتوبوس ها که اومده بود، اولش اتوبوس های شهری اعتصاب خیابونا رو میبستن که آقا ما چه کار کنیم و اینها. بعد گفتن آقا، فکر کنم یه نفر گفت بابا بهتون مثلا میگیم بیا راننده باشید، ولی ماشینتون رو دیگه ما کاری نمیکنیم، حداقل حقوق داری بیچاره، تمیز خوب. خیلی هاشون وقتی اومدن گفتن آقا نجات پیدا کردیم، ما با اون ماشین کنه 8 ساعت 9 ساعت 10 ساعت کار میکنیم، شب تا صبح با میرفتیم تعمیرگاه درستش میکردیم، این صبح میایم قشنگ تمیز روغنش رو چک کردن اینا میشینیم سوار میشیم. خلاصه عوض شد، از یک قرونی شد 2000. راستی چرا از یک ریال میگفتن یک قران، بعد میشد 2000، چرا نمیشد 2 ریال، یا چرا میشد 5000؟ این زار چی بوده؟ درست شد 2000 بلیت اتوبوس واحد. خب من و داداشم هم دوست داشتیم سوار بشیم بدون هدف. کجا سوار بشیم؟ بعضی وقتا سوار میشدیم از مثلا فلکه، یا به قول خودمون شیرازی یا فلکه شاد شراق به قصر و دشت. اونجا که میرسیدیم طرف میدید آقا هر کی میخواست پیاده شه پیاده شد، ما دوتا اینجوری نشستیم. میگو آخر خطه ها میگفتیم ما اشتباهی سوار شدیم، میگو خب بشین این ربع ساعت دیگه حرکت میکنیم، هر جا خواستی پیاده شو. که دیگه بعدم بعد یه مدت فکر کنم میشناختن این بچه ها رو، میگفتن دیگه برو بیرون. در هر صورت یه دفعه گفتیم ای ما که سوار میشیم میریم قصر و دشت، الان هم که فصل درخت و فصل گردو هست، این گردوها رو کنار خیابون میذاشتن اینها، قصر و دشت هم تو خیابوناش درخت ها هست، باغا زده بیرون، بریم سنگ و گردو، تقصیر حسین، بریم. کاری هم نداره که وسیله ای نمیخواد، که اونجا که رسیدیم خیابونام که قربونش برم، درسته که تمام خیابونای ایران آسفالت بود، ولی بالاخره یه دو تا خیابون سنگی هم پیدا میشد، سنگ برمیداریم میزنیم به این درخت ها و گردو جمع میکنیم. و حتی اون ماجرای بود، طرف با عسل گفتیم گردو ها رو میاریم به بچهای محلم میفروشیم. چشمتون روز بعد نبید، پول روزانه مونو دادیم سوار اتوبوس شدیم که حالا بریم اولین بیزینسمون را بندازیم. رفتیم قصر و دشت، سنگو برداشتیم زدیم، 4 تا گردو افتاد. عجب، سنگ بزرگتر برداریم بهتره. سنگ زدن همانو سنگ به لانه زنبور خوردن، یا کندو میگن اون که کندو اونم، یا همان ما در رفتیم
این داداش ما بنده خدا هی وایساد گردوها رو جمع کنه، زنبورا ریختن روش. الان هم که یادم صورتش شده بود مثل این کره‌ای ها اینقدر. بعد حالا دیروز یک ویدیویی برای من یه نفر فرستاده، منم گذاشتمش روی صفحه خودمو، به شما هم نشون میدم، از توی فیسبوک روی صفحه شخصی خودم هست، چون من دو تا صفحه دارم دوستان، فیسبوک یک کار. امروز دیگه رفتم روی این دستگاه جدید فیسبوک بذارم، نوشته فیسبوک تین، یعنی تینیجر، بچهای جوان. گفتم این دیگه چی؟ حالا ما نریم اینو بذاریم بگن آقا این پیرمرده تو این جوونا چیکار میکنه، بذیمش دادگاه. بعد رفتم خوندم نوشته نه اینم مثل اونه، فقط اسمش رو گذاشتیم تین. خب مرض دارین؟ دوباره رفتم خوندم نوشته حالا میتونید لایتشو بذارید رو تلفناتون که خیلی دیتا مصرف نکنه. به خدا اینا دیوانه هستن، و از اونا دیوانه تر من و شما که قدم به قدم داریم دنبال اینا میریم. برگردیم، خلاصه چشمتون روز بعد نبین، داشتیم به این فیسبوک میگفتیم. فیسبوک اگه نگاه کنید، یا بذارید من بهتون نشون بدم یه تبلیغ کوچولو هم. اصلا من یادم رفت در رابطه با جانان ایران بومی صحبت کنم، روابط ایران آمریکا در رابطه با دکتر مصدق دانش آموز و عضو خبرنگاران برون مرزی. دو تا ویدیو داره، یکی به فارسی یکی به انگلیسی. اینا رو بعد از برنامه آقای یزدان خداوندلو از تلویزیون مردم نشون میدم، تا روز جمعه هم توی پلیلیست قرار میدم که نشون داده بشه. شما هم اگر لطف کنید روی فیسبوک ما، روی ایمیل ما، روی پیام گیر ما مسیج بذارید برای پدر این، برای مادر این، برای خود این دختر جوان، پسر آقای غلام ترشیزی هست، اینجا هم قهرمان شنا و اینها هست، نگاه کنید دیگه. اینا دیگه بچه من نیستن که تبلیغ بچه خودم رو کنم و اینا. پسر آقای غلام ترشیزی، این دخترم دختر آقای دکتر ایران بومی، یه ویدیویی درست کردن توی کانون آوا توی کانون دوستداران فرهنگ ایران صحبتی بوده. و چه جالب، این آقای ایران بومی اینجا بوده، فیرفاکس بوده، همین دادگاه بغل ما، و ما هم دیگر رو نمیشناختیم تا از پریروز تا حالا با هم آشنا شدیم، که امروز هم یه دردسر بزرگی پیدا کرده بود. بهش گفتم آقا شانس آوردی، شما که وکیلی، برو دنبال اینها رو سو کن اینها. پس برنامه ها به این ترتیب، بعد از برنامه من ساعت 3، یعنی حدود 10 دقیقه دیگه 12 دقیقه دیگه برنامه آقای یزدان خداوندلو، و بعد از اون دو تا ویدیو، یکی به فارسی یکی به انگلیسی، از این دختر جوان جانان، و پدرش هم یه شعری اون اول برنامه میخونه. و اما یک به اصطلاح لحظه با من باشید تا من این فیسبوک رو اینجوری بهتون نشون بدم که دو تا فیسبوک داریم. بریم روی کامرای دو، یا کجا هستیم؟ درست میگم کامرای دو هستیم. من ببینید دوستان، این صفحه فیسبوک ماست، 4 به 3. ببینید اینجا نوشته مردم تیوی فیسبوک، بعد بغلش نوشته مردم تیوی. اینجا ما برای که بفهمید درست آمدید نوشتیم مردم تیوی، تلویزیون مردم، اولین تلویزیون ایرانی. اینجا از دیروز تا حالا اینو گذاشتیم، شما میتونید آگهی بیزینستون هم اینجا بذارید، یا مثل آقای انصاری $10 پرداخت میکنه آگهی ویدیوشو میذاره اینجا. حالا ایشون هرچی آمده صحبت کرده، آرشیو داره فلان اینها، این کارا انجام میده. از توضیحات پشت سر من نمیدانستم که علاوه بر درس ریاضی و کاردستی و برقی الکتریسیته، برقها هم مسلط هستی. خیلی ممنون آقای سعید امیدی، لطف کردن بعد از برنامه 52 دقیقه قبل نوشتن که چون از من پرسیدن شما چه کاره هستی اینا، گفتم که من رشته برق درس میدادم. ایشون گفت که خودش هم تکنیسیان بوده و توی شیراز بوده و اینها. در صورت حالا نوشتن نمیدونستم که به غیر از معلم فاهم این بهایا کلاس اخلاق دارن. حالا ببینید وقت خودت میگی از کجا میپری به کجا، تقصیر شما بینندگان هم هست. اوکی، این صفحه مردم تیوی. اوکی، میبینید الان برنامه زنده منم با این تصویری که امروز اصلا رنگش رو دوست ندارم داره پخش میشه. حالا اینجا من میرم روی صفحه شخصی خودم، شما میتونید اسم منو اینجا که بنویسید میبینید میاد. وقتی اسم نوشتی دیگه اینجا دو تا عکس هم گذاشتیم، یکی از این جدیدتره که شما چه بلایی به سر ما آوردید،
موامونو سفید کردین. یکی از این قدیمی تره که آقای امیدی هم گفت که ماشاءالله خوشتیپ بودی، گفتیم آره حالا گول خودمون میزنیم میگیم موامون خاکستری شده خوشتیپ تر شده. و اما بیایم این زنبور و ماجرا که هم دیروز من به یاد اون برنامه افتادم با داداشم توی قصر و دشت و هم امروز که این میبینید دوستان فیسبوک باید بری پایین تا پیدا کنی اون چیزی رو که گذاشتی. بذارید ببینم کجاست، از وقتا میپره یه دفعه. حالا یه آقای جوانی هم آمده بود گفته بود که نمیدونم بیچاره مردمی که شما رو گوش میکنن. گفتم خب عزیز من بذارید اسمشو بهتون نشون بدم. اینجا زیر این نوشته بود آقای وحید جعلایی، نمیدونم در صورت فکر کنم ایشون کلیمی باشه چون پرچم اسرائیل پشت سرشه و اینا. بعد نوشته که وای بر مردمی که به حرفای شما گوش میکنن، شما خودت باید فعلا برید درس بگیری، همه حرفات از سایتای مختلف هست. عجب احمقیه این جوون. دوستان امیدتون به این جوونا نباشه ها، اینا هم از حماقت دست کمی از من ندارن. آخه احمق من که مثل پیغمبر شما نیومدم بگم من تو خدا به هم گفته برو این قوم بردار 40 سال دور خودتون بچرخون. من آمدم میگم امروز بی بی سی اینو نوشته، وایس آف امریکا اونو نوشته، توی ایران اینو نوشته. حالا تو شق القمر کردی، آب دریا رو دو قسمت کردی که فهمیدی من چیزایی رو که میگم از سایت های دیگه است. تازه من که همه رو نشون میدم مستند، میبرمتون تو اون صفحه. دوستان این هم جوانایی که میگیم آقا شما جوانای ایرانی دست کم نگی، اینا اون نشستن بمبن انتظار منفجر شدن دارن. آره اروا عممون انقدر خوراکای مختلف خوردن اگر منفجر بشن بوی گند به جا رو پخش میکنه. بفرمایید. دوستان من هر وقت اینو دیروز تا الان چند بار دیدم از خنده اینجا اصلا رنگم عوض میشه. اگه متوجه نشدید به این صورته، چون زیرش نوشته یه طرف مثلا داره زنبورهای کشنده هم میکنه و بعد از این که میاد تو آسانسور اونایی رو که تو آسانسورن سر کار میذاره، یعنی اینا افتاد پایین و زنبورها پخش شدن، صدا هم ویز ویز میاد و اینا، و به اونا میگه چشمتون رو ببندید چون اینا اگر به چشمتون نیش بزنن کور میشین. اون بنده خدا چشمشو میبنده، اینم با یه چیزی به اینا مثل نیش زنبور. عجب دیوانهای هستن. من این جوکای اینجوری میگم امکان نداره اینا جوک باشه، چون ترس این که یه دفعه طرف سکته کنه قلبش وایسه ندارم. ببینید ادامه داره با دو نفر دیگه هنگ بلا سرشون میاره. از این ویدیو هم تا دلت بخواد هست. والا بلا آقای سعید امیدی، چون افرادی که مثل شما یک کم مطالعه کردن، وقتی میگم یک کم چون مطالعه نمیشه بگی طرف زیاد مطالعه میکنه، اگه میخواد زیاد مطالعه کنه که کم میاره این همه دانش تو دنیا. اوکی، افرادی که مثل شما زیاد مطالعه میکنن میگن نه آقا ما نه وقتشو داریم تلف کنیم با ایرانیا، نه حوصله‌شو داریم. افرادی که مثل من عاشق این کارن میان جلو
همین شماها که میگید ما وقت نداریم میایین میگین آقا چرا درست برنامه اجرا نمی‌کنی؟ آقا بلد نیستم، این بهترینیه که من میتونم. گر تو بهتر میزنی بستان بزن. همین به این آقای کلیمی جعلایی نمیدونم کیه بهش میگم پسر عزیز تو بهتر بلدی، بیا یا بگو چه برنامه‌ای رو تو نگاه میکنی که اون طرف شب بهش الهام میشه، اون پوفیوز روز میاد به شما بینندگان ترانسفر میکنه یا انتقال میده. کیه؟ آقای حخاس که میشینه اینجوری میکنه میگه با باید هممون نیکی کنیم، اون طرف هم زنگ میزنه میگه آقای حخا من از شما عذر میخوام، اون وقت حالا نمیفهمیدم نیکی کنیم یعنی چی، ولی حالا اومدم توی کوچه جدیدی خیلی اینجا نیکی میکنم. اینم میگه آفرین بر تو، آفرین بر تو. اون میگه آره اسم دختر همسایه‌مون نیکی هست. یک، چه تلویزیون دیگه ای نگاه کردی؟ آقای فولادوند رو نگاه کردی؟ ما با هم یکی هستیم، تک هستیم، با هم مشت بزنیم بگیریم ایرانو. اصلا خودش هم غیب شد مثل کش تنبون در نفت. آقای شایان کاویانی رو نگاه کردی؟ بنده خدا زندگی خودشو تو آمریکا نمیتونست بچرخونه، بدهکار بچهش، بدهکار دوستاش، بدهکار همه، آخرم میگن آقا این زندانه به خاطر کردیت کارت. شما چه برنامه ای رو نگاه کردید؟ چه برنامه ای رو دوست دارید؟ بیاین بگید، بنویسید، من تبلیغ مجانی میکنم. شهرام همایون رو نگاه کنیم که حالا تازه بعد این همه سال کشتی عشق، هواپیمای آزادی، تورهای اتوبوس نیویورک، رسیده به جایی که میخواد نمیدونم بره چی؟ حکومت خودگرایی ملی. آقا حکومت ملی یعنی چی؟ یعنی مردم رأی بدن. خب مردم دارن رأی میدن که، ببین چه آشغالایی از توش میاد بیرون. اگرم منظورت حکومت ملی، حکومت پادشاهیه که طرف با تاج و با یک چوبی گرفته تو دستش بیاد دروغ بگه، بگه حکومت نمیدونم شاهنشاهی چیش از الهی چی بود، موهبتی است الهی که توسط مردم به آخر توی جمله چند تا دروغ، چند تا غلط، کدوم موهبت الهی است؟ 254 و اما حرف مفت زدن. این تلویزیون ماجرای حرف مفت زدنه. اونایی هم که میان و دوست دارن اینا میخوان حرف مفت بزنن، ولی خیلی ها هستن حرف مفت نمیزنن. این دوستمون توضیح داده بود میگفت بعضیا مفت حرف میزنن. اینجا وکیلا رو میگن، میگن که وکیل خیلی حرف مفت میزنه ولی مفتی حرف نمیزنه. حالا حسین چند تا مثال دیگه زده بود بمانه، اینم از این. و اما من چون حالا میبینم که آقای یزدان خدا بندلو هم اینجاست، اجازه بدید که من به ایشون بگم که توی اون برنامه قبلی اگر من گله کردم از گروه ها جنرال بود، یعنی عمومیت دارم میگم، نه منظورم به شماست. شما برید نگاه کنید، من شما تنها نیستید که 5 تا گروه به من معرفی کردی بیا تو این گروه ها. من هر روز روزی 10 تا گروه، گروه نمیدونم تخت بازا، گروه موتور سوارا، ولی اونا بله شما درست میگی، اگه گروه وقتی میاد بگه قانون ما اینه، من چون این گروه رو باز کردم نوشته های خودم رو بالا نگه میدارم، ادمینا چون دوستا و طرف هیئت امنا، درست میگم هیئت امنا هستن، بعدش هم اونها، ولی شماها اگه خواستید زیر اینا میتونید باشید. اون وقت من اگه تصمیم گرفتم بیام بله طلبکار نمیشم، ولی اگه شما من گفتید این گروه گروه آزادی است، حتی گفتید ما اساسنامه نداریم، انقدر آزادیم، انقدر همدیگر قبول داریم که میفهمیم بابا شعور داره طرف. سوربی اگه اومده یه بار گذاشته، حالا نوبت بعدیه. و بعدم بیننده ها که میان، الان دیدید من صفحه خودم رو که رفتم چند تا رفتم پایین، برید نگاه کنید. برنامه آقای انصاری رو دیروز گذاشتم، بعد برنامه آقای چمنخواه بوده، بعد برنامه آقای اون دکتر ایران بومی بوده، میره پایین. ولی وقتی طرف بیاد هی ببینه اینه، اون نمیگه حالا برم ببینم کسی دیگه هست اون پایین. اون فکر میکنه ما اینجا هممون شهروندهای درجه یک هستیم، نمیدونه شهروند درجه یک داریم، شهروند درجه دو داریم، شهروند درجه 3. آقای یزدان خدابندلو خودشون در رابطه با این گروه ها و قوانین گروه های برنامه ای اجرا کردن،
توی بایگانی هم هست، حتما برید ببینید. اگرم ایشون مایل بود یه روزی مهمون برنامه من باشن تا با هم توی اون برنامه حسابی کلکل کنیم و همین دوتا مویی هم که مونده بکشیم همدیگر رو کچل کنیم. کچلی مریضیه، ولی تاس بودن، این شرایط زندگی و موها سفید میشه بعد موها میریزه و این اوضاع و احوال. با یه دوستی گفتم اتون به نام دکتر ایران بومی آشنا شدم، از آلمان، توی فرانکفورت دفتر وکالت داره و ایشون یه حرف خوبی زد توی برنامه، گفت خواستن توانستن که میگن غلطه، خواستن در حد توانستن. ولی شما اگر یه چیزی بخوای که در حد توانت نیست، این خواستن نیست، این امیده، این آرزوه، حالا یا میشه یا نمیشه، ولی خواستن در حد توانستن حتما انجام میشه. با ایشون هم باید صحبت کنم. پس یادتون باشه بعد از برنامه آقای یزدان خداوند رو فیلم این دختر دانش آموزی رو که دختر آقای ایران بومی هستن در رابطه با روابط ایران و آمریکا در با دکتر مصدق حتما نگاه کنید. و امروز هم مهمان برنامه مون آقای سعید امیدی بودن از فرانسه، حتما نگاه کنید. و گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. شما باورتون میشه این دوست ارمنی ما که اینقدر شعر قشنگ میگه، اینقدر دانشمنده، اون رو به من گفته که آقا هر وقت وقت کردی به من زنگ بزن. زنگ زدیم، خیلی هم مؤدب، مثل یک داداش بزرگتر، چون ایشون 10 سال از من پیرتر. بعد آخر کار من میگم اگه یه وقتم ایرادی از من هست به من بگید تو منم درست کنم، چون ایشون گفت که بعضی از دوستان کلماتی رو که میگن غلطه. گفتم خب بهشون بگی. خیلی وقت میگم من یه کتابی رو گرفتم دستم، ماجرای تمر پستی رو گفتم. آقا من تمر پستی رو هیچ وقت نخونده بودم جایی، همیشه میشنیدم میگن تمر ولی نوشتهش نوشته بود تمبر. آمدیم توی برنامه گفتیم آقا این تمبر پستی که آقا چاپ کرده، یه خانمی زنگ زد گفت دیدی من گفتم تو احمقی؟ گفتم کار چی، از کجا فهمیدی من احمقم؟ چه آزمایشی انجام دادی؟ گفت شما به تمبر پستی گفتی تمبر. گفتم این که احمقی نمیشه، این نادانی میشه، تو تفاوت احمق و نادانم نمیدونی. من تو این قسمت نادانم، امروز شما گفتی من دانا شدم، ولی تو احمقی که هنوز نمیدونی نادان چیه. گفتنی ها کم نیست، من تو کم گفتیم. این دوستمون به من میگه شما همیشه میای میگی که سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی. آقا این دیگه برای من راحته، آسونه، چی بگم؟ هر روزی بیام بگم امروز میخوام یه چی جدید بگم، با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 جلوه تماشا کنم شما رو. آخرش دوبار که اینو بگم شما اونم کهنه میشی. ضمن ممنونم که اینو به من گفتی، ولی شما که میای با برنامه‌ایت که میای، حالا یا با تلفنی یا چیز، شما اون کاری رو که فکر میکنی خوبه انجام بده تا مردم بفهمن این سوربی چقدر برنامه‌اش بده، برنامه شما چقدر خوبه، برنامه آقای امیدی چقدر عالیه، برنامه آقای افشارها چقدر خوبه. گفتنی ها کم نیست، من تو کم گفتیم. بریم، خدافظ. اونایی که رو فیسبوک هستید دوباره برگردید. یک لحظه ببخشید.